دوستان عزیز، باز سلام خدمت شما. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری باشه. جمعه هست، ساعت 2:07 بعد از ظهر وقت واشنگتن پایتخت آمریکا، نیویورک شرق آمریکا. و دلیلی که چند دقیقه دیرتر با شما هستم و برنامه رو شروع کردم، برنامه بسیار خوبی بود که با کانون آوا و خانم بتول سلطانی داشتیم. ایشون قبلا هم چندین بار مهمان برنامه بودن، ولی امروز یکی از بهترین برنامه های 5 سال گذشته کانون آوا و بهشون تبریک میگم. رکورد فیسبوک رو با بیش از 12,000 نفر بیننده و 1,700 نفر هم به اصطلاح افرادی که حاضر بودن ایشون شکست و من یه مقدار حقیقتش حسودی کردم. در صورت این برنامه رو روی فیسبوک میتونید به صورت زنده، به صورت یعنی بایگانی هر وقت خواستید ببینید. روی یوتیوب تا 1-2 ساعت دیگه حاضر میشه و در صفحه مردم tv.com هم هر روز پخش میشه. بعضی وقتا حتی 2 بار، مینیمم 1 بار، بعضی وقتا 2 بار. خب بگید ببینیم که دوستان امروز جمعه چه حال، چه خبر و چی شد این تظاهرات ایران؟ امروز و دیروز رادیو تلویزیون های آمریکا شروع کردن به اینکه تظاهرات اصلا اون عظمت و شور و حال سال 88 رو نداشته. حتی اون چیزی رو که ماها اینجا میگفتیم، هزاران نفر، اینها گفتن نه، هر درسته که تو شهرهای مختلفی بوده ولی 100 نفره 200 نفره بوده، اینا که من فکر میکنم بیشتر بوده. و همه میگفتن که دولت هم در مقابل این تظاهرات به اصطلاح سفارایی کرده و افراد خودش رو حاضر کرده که امروز جمعه راهپیمایی کنند. خبر جدیدی اگر دارید شما به ما بگید. میدونید کارا برعکس شده. اون وقتا طرف مینشست رادیو تلویزیون روشن میکرد، منتظر تا خبر دریافت کنه. الان ماها که تو رادیو تلویزیون هستیم، از شما دوستان باید اخبار رو بگیریم. امروز قرار بود با آقای رضا سلامی صحبتی داشته باشیم درباره این اوضاع و احوال چند روز گذشته، چون همه به شدت یه دفعه هیجان زده شدن. این میگه ببر، اون میگه بگیر، اون میگه بزن. میگفتیم آقا این که ماجرای گنجشکک عشی مشی نیست که. طرف اون شعر رو میخونه میگه این گذشت، کی میگیره، کی میکشه، کی میزنه، کی میگیره، نمیدونم نوکر باشی و حکیم باشی و آشپز باشی و فلان، یادتونه این گنجشکک عشی مشی لب بوم ما نشین؟ بابا این مردم ایران که گنجشکک عشی مشی شما نیستن. و ای رهبران، ای پیشروان، ای لیدرهای عقب افتاده، شما حالا تازه فردا میخوای بری جلو کاخ سفید، حالا ببینید برید این مناظره یا مصاحبه یا مباحثه آقای اردوان روزبه با آقای غلام ترشیزی رو بخونید. 5 روز ما به این آقای غلام ترشیزی میگیم آقا این ایرانیان امریکن کامیونیتی که شما و آقای حسین پناه دارید تبلیغ میکنید، این همون سازمان مجاهدینه، همون شورای ملی مقاومت. خب ببخشید چرا اطفار میریزید؟ اگه همونه، اگر شما از اسمتون از سازمانتون خجالت نمیکشید، چرا همون رو نمیگید؟ چون میدونید مردم نمیان. دوستان مواظب باشید جایی که میخواین برین تظاهرات. آقای مو پارسایی چون روی صفحه عمومی نوشته، من به خودم اجازه میدم که هم نشون بدم هم درباره ایشون صحبت کنم. من یه جایی یک فرد آمریکایی، یک جوونی آمده صحبت میکنه و میگه که من درباره فردای ایران نگرانم، و من هم به فارسی نوشتم که من هم درباره فردای آینده ایران نگرانم، شما چی؟ آقای مو پارسا یا همون آقای مصدق پارسا که این ایشون میدونید به اصطلاح فامیل خانم فرخرو پارسا است و انسان بسیار شریفی هست، من ایشون رو سالهاست از نزدیک میشناسم، افتخار داشتم که براش کار میکردم توی شرکت آل استیت بیمه و دوست هستیم. ایشون اصلا بذارید بهتون نشون بدم اگه بتونم پیداش کنم که این بحث رو ما اینجوری شروع کنیم. بعد 2 تا بیزینس ایرانی رو بهتون معرفی میکنم که قبلا هم صحبت کردم. یکیش این سوپرمارکت یا حالا میشه حتی گفت رستوران ساسان. آقای رشید وقتی اینجا رو باز کرد اسمش رو گذاشت که
فروشگاه خانوادگی ساسان، چون ساسان اسم پسرش هست. در هر صورت بعضی هم حتی میخندیدن، میگفتن آقا فروشگاه خانوادگی یعنی چی؟ آدم بسیار خوبیه و من میخواستم بهتون نصیحت کنم، پیشنهاد کنم. این نصیحت و پیشنهاد یکی دیگه. اگر یه وقت مهمونی دارین، مخصوصا ماها وقتی سنمون میره بالا دیگه، مهمونی های 20 نفر 30 نفر هم تهیه غذا، درست کردن غذا، شستن ظرفا بعد از به اصطلاح میل کردن غذا اینا مشکل میشه. با این دوستان اگه تماس بگیرید، اینها چون وسائل دارن، تجربه دارن، نمیخوام بگم کار راحتیه، هنوزم کار مشکلیه برای اونها، ولی بهتر از شما انجام میدن. یا خداییش هرچی هم مشکل باشه زحمتش اونها میکشن، شما نشستی تو خونه. اجازه بدید من اینجا از آقای پیروز محبی، این دوست قدیمی، تشکر کنم که زحمت یه مهمونی کوچولویی ما داشتیم یه شب قبل از سال نو، و قبلا ما 80 نفر دوستامونو جمع میکردیم، توی این مهمونی 22 نفر بیشتر نبودیم. نه خدای نکرده، فکر نکنید مثل جلسات شاه الله یا دوستان فوت کرده بودن، همه خانواده‌شون بزرگ شده، بچه دارن، عروس دارن، به اصطلاح داماد دارن، عروس دارن، و خب به اونها هم باید وقت بذارن. خود ما هم همینطور. در اصل خیلی خوشحال شدم دوستانی که آمدند و با ما بودن. باز هم تشکر میکنم از آقای پیروز محبی که ایشون به غیر از اینکه در رادیو مادر زحمت میکشن، چون تجربه ای هم در کار و تهیه غذا و رستوران و اینها دارن، این کار رو انجام میدن. و جالب اینه که فردا شبش هم در جشن سال نو که آقای اردوان روزبه و همسر ایشون تدارک دیده بودن، و اون آقای عماد، اتفاقا کارتشون هم اینجا دارن، یه وقتی هم اگه بشه با آقای عماد یک مصاحبه‌ای ما داشته باشیم. ایشون یک نمایشگاه داره به نام کتیبه آرت، هنرهای کتیبه یا هنر کتیبه ابراهیم عماد، و شخص بسیار جالبی هست. و حالا نمیخوام براتون بگم کی هست و چی هست، یه وقتی میاریم ایشون رو باشون مصاحبه میکنیم. اینها بذارید من این صفحه به اصطلاح برنامه رو با دوستان هم شیر کنم، چون امروز نتونستم از صفحه شخصی خودم پخش کنم، مجبور شدم از صفحه مردم تیوی پخش کنم. حالا از مردم تیوی شیر میکنم با دوستان، از اونها هم خواهش میکنم که اونها هم این ویدیو که زنده هست شیر کنن با دوستان دیگه. و خیلی جالبه، مثلا الان اینجا نشون میده 70 نفر 69 نفر آمدن و 13 نفر وایستادن دارن تماشا میکنن. میدونید که ما ایران، ما ملت، ما انسان ها هم مثل گنجشک ها دوست داریم از این شاخه به اون شاخه به اون شاخه بپریم و یه جایی که آب و هوای بهتری داره، برنامه بهتری داره، اونجا بمونیم و تماشا کنیم، یا احتمالاً دونه بهتری بر بچینیم. ها، برچیدن میشه یعنی خوردن و اینها. خب اجازه بدید من این فیسبوک رو ببندم، اسکایپ رو هم ببندم، چون قرار بود که با آقای رضا، دکتر رضا سلامی صحبتی داشته باشیم، ولی ایشون گفت که سرما خورده و اصلا گلوش نمیتونه صحبت کنه. گفتم به قول آمریکایی‌ها get well, get better, get well soon، خوب بشید امیدوارم، و هفته آینده با ایشون خواهیم بود به احتمال زیاد. و اگر سوالی دارید میتونید به فیسبوک ایشون، همون رضا سلامی، بذارید بهتون نشون بدم که با کسی دیگه اشتباه نگیرید، چون یکی از مشکلات این فیسبوک اینه که چون افراد زیادی اسمای مشابه دارن، شما نمیتونی مثلا یه سوربی داشته باشی، نمیتونی یه سلامی داشته باشی، ممکنه 20 تا سوربی باشه با همین اسم، 20 تا سلامی باشه با همین اسم. میگه که شما وقتی نگاه میکنید، دوستان اینی که من میگم باید عکستون رو بذارید، نه عکس یه زرافه، نه عکس یه شیر خوشی، نه عکس یه شتر، مرغابی، پرچم، عکس خودتون رو بذارید و کاری کنید احتمالاً عکس جدیدی از خودتون بذارید. آقای رضا سلامی خیلی باهنر، اینجایی که یکم کم مو شده از عکس بردنش بیرون، ولی ایشون عکسش اینه، اسمش هم رضا سلامی. اگر شیرازی باشین سلامی ها رو تو شیراز میشناسید. دکتر سلامی کسی بود که اونجا یک درمونگاهی درست کرده بود برای افرادی که احتیاج به اصطلاح درمان روانی دارن، و اونجا خیلی ساده ما میگفتیم دیوونه خونه، حالا بالاخره اقلن دیوونه هم یه خونه داشتن. این از این.
برگردیم به راهپیمایی و تظاهرات فردا که من نوشتم، چون من شک دارم و قبلا چون این کار رو سازمان مجاهدین انجام داده، هم آقای فیلاوی شاهده، هم آقای اصغر عباس‌زاده شاهده، و اینها مردم در این منطقه اعتماد نمی کنن و می دونن که اسمای مختلف میاد، حتی طرفداران پادشاهی هم این کار کردن. یادم آقای رضا فرنود هم گاهی وقتی برنامه میذاشت، اینا اولش میگفتن هیچ کسی پرچم نیاره، میخوایم به اصطلاح اختلافی نباشه، یه دفعه یکی میومد یه سری پرچم با عکس رضا پهلوی میآورد. در هر صورت بذارید من همینجوری که روی صفحه آقای رضا سلامی رو بودیم و به شما نشون دادیم، سری هم به صفحه آقای غلام ترشیزی که اینجا بهش میگن گلن و آقای حسین پناهی بزنیم و از اینها بپرسیم که این سازمانی که دعوت کرده سازمان مجاهدین هست که به خاطر بدنامی و سابقه بدش زیر یک اسم دیگه ای قایم شده، یا اینکه به اصطلاح واقعا ایرانیان کامیونیتی، ایرانیان امریکن کامیونیتی هست، یعنی به اصطلاح انجمن، یا انجمن نمیشه، کامیونیتی یعنی چی؟ نمیدونم. در هر صورت بذارید من اینو بهتون نشون بدم. 4-3 بریم سراغ آقای گلن ترشیزی. و یه چیز دیگه ای واقعا دیدم از آقای ترشیزی که تعجب کردم که یک سازمانی چجوری یک آدم خوب مثل آقای ترشیزی رو تبدیل میکنه به یه آدم اینجوری. که ببینید یه مقاله امروز نوشته 20 ساعت قبل، بسیاری سوال میکنن که چگونه میشود فهمید که آدم ها دروغ نمیگوین. خوشبختانه در فیسبوک میشود آزمایشگاه علوم انسانی داشت و حرف و شعار افراد را با عملکرد ایشان محک زد. به عنوان نمونه، من تا به حال از طرف تریتا پارسی، شوره آسمی و امروز صبح مریم معمار صادقی انفرند شدم. مخرج مشترک افراد با من نوعی نیست، افراد با من نوعی نیست، چون من با ایشان رابطه خاصی ندارم. حالا یه چی براتون میگم، خدایش من صبح بدون عینک آمدم نگاه کردم، من فکر کردم این نوشته رابطه جنسی ندارم، بعد که عینک زدم دیدم نوشته رابطه خاصی ندارم و کلی خندیدم. برای آقای ترشیزی هم نوشتم حالا که ما رو خندودین توی شرایط 7-8 روز نگرانی و اینها، دوستان تو ایران 21 نفر کشته شدن، هزاران نفر دستگیر شدن، بعد میگه این تظاهرات 100 نفره و اینها بوده. و من 88.5 رو گوش میدادم امروز که اینجوری میگفت. در هر صورت نوشته که چون انفرندش کردن و اینها، مخرج مشترک این افراد با من نوعی نیست، چون من با ایشان رابطه خاصی ندارم، ولی همونطور که خانم معمار صادقی پیام فرستاده، دلیل این امر نظرات سیاسی اجتماعی من میباشد، ولی همگی این افراد حداقل در حرف و آزادی عقیده و بیان میگویند ایمان دارم. جالب اینجاست که من اینجا هم نوشتم برای آقای ترشیزی، آقای ترشیزی امروز صبح کلی خندیدم، اول فکر کردم شما نوشتی با این دوستان روابط جنسی نداشتم، وقتی عینکم را گذاشتم دیدم شما نوشتی روابط خاصی نداشتم، در این شرایط بحرانی لبخندی به لبهای ما من آوردی، از این بابت ممنونم، پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. بعد دعوای آقای مجید آذری و سعید کاووسی هم دیدنی و خوندنیه، ولی هدف من نشون دادن این آگهیه که شاید هم داریم مجانی برای اینها آگهی نشون میدیم. ولی دوستان مواظب باشید، اگر طرفدار سازمان مجاهدین نیستید، فردا اگر رفتید اینجا سازمان مجاهدین آمد، بعد نگید که ای کاش یک کسی به ما این رو گفته بود. ببینید دوستان، اینجا آقای گلن ترشیزی نوشته وزکشی سیاسی اینها، ولی عکس تظاهرات رو گذاشته، فراخوان به تظاهرات در همبستگی با تمام، با قیام سراسری مردم دلیر ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری. وقتی که به نوشته، به طرز رنگ اینها نگاه میکنی، درست این پوسترها، درست این به اصطلاح چی بهشون میگن، چیزایی که با کامپیوتر درست میکنن وقتی که یک میتینگی دارن میخوان نشون بدن و اینها، به اصطلاح یکی هست و این نشون میده که این سازمان مجاهدینه. من چندین بار گفتم هیچ کس نیومده بگه این سازمان مجاهدین نیست، حتی غلام ترشیزی هی از این شاخه به اون شاخه میپره ولی هنوز نگفته که من به اصطلاح
این سازمان سازمان مجاهدین نیست. میگه شما برو مصاحبه‌ای که من با اردوان روزبه انجام دادم ببین. ولی اینجا ببینید، من اینجا باز نوشتم دوستان، من وظیفه خودم رو انجام دادم، چون اینها یک بار کلک زدن و یک بار ما براشون تبلیغ کردیم و وقتی مردم آمدن اونجا یه دفعه دو تا ماشین آمد جلو، پرچم و عکسای مریم و مسعود رجوی اون موقع زنده بود آوردن جلو، دوستان به من گله کردن که آقا شما هم بده. اتفاق امروز خیلی جالبه، خانم مریخ مرادی به من میگه آقای سربی من میدونم که شما قبلا مجاهد بودی. خانم من کی مجاهد بودم؟ من چون تلویزیون مردم رو پایه و اساسش رو بر آزادی عقیده گذاشتم و این رو یک پلتفرم یا یک سکوی آزادی گذاشتم، یه بلنگوی آزادی گذاشتم، به اونام گفتم بیان صحبت کنم و امروز هم به اونایی که جدا شدن دارم وقت میدم. شما هم میتونید چه موافق اینها باشید چه مخالف اینها باشید، بیاد در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و خیلی خوشحالم دیشب یکی از دوستانی که سالها همدیگر رو میشناسیم و شاید هم خیلی با هم مخالف بودیم، ولی هم ایشون انقدر شهامت و شجاعت و به اصطلاح حسن نیت داره که تماس گرفته بود و دو بار هم تماس گرفته بود. یه بار پیام گذاشته بود من به خاطر این شرایط چند روز گذشته و گرفتاری و اینا یادم رفت کلا تماس بگیرم، و دیشب باز دوباره ایشون لطف کرده بود که سربی تماس بگیر، تماس گرفتم و اینها. حالا دوستان به اصطلاح بهتون ساعت 3 میگم یک سورپرایز، یک مژده کوچولو دارم براتون که با یکی از دوستانی که شماها هم هی احوالش رو میپرسید من تماس گرفتم. ببینید من اینجا نوشتم تماس میگیرم، ببخشید اینجا نوشتم من فکر میکنم این سازمان و تظاهرات از طرف سازمان مجاهدین است. تا کنون چندین بار خواستم که اگر نیست بیایید و توضیح بدهید، تا کنون کسی نیامده. شما چی فکر میکنید؟ من به این تظاهرات نمیروم، شما چی؟ حالا ببینید آقای ترشیزی نمیاد بگه آقا این نیست، میاد میگه که گفتگو با اردوان روزبه در مورد فراخوان به تظاهرات از طرف سازمان جوامع ایرانی آمریکایی. آها، این کامیونیتی میشه جوامع. بعد ببینید دوستان اسمایی که انتخاب میکنن پشت اینا بهش میگن شلگه. من دو تا سوال برای شما مطرح میکنم. این اگر سازمان مجاهدین نیست، مسئولین این سازمان کیا هستن؟ و اگر اینا سازمان مجاهدین نیستن، سازمان مجاهدین کجاست؟ سازمان مجاهدین که الان تروریست نیست تو آمریکا. آقای جعفرزاده که هر روز زور چلو کباب، دیروز ماشاءالله دیدمش توی این تلویزیون، اصلا ما دو تا تلویزیون احتیاج داریم تا بچسبونیم بغل همدیگه ایشون رو ببینیم. و زیر ویدیوی ایشون نوشتم آقا مواظب باش یه وقت منفجر نشی، چون این روزا اگه از بابت چاقی هم منفجر بشی اینا تا بیان بفهمن شما چلو کباب زیاد خوردی، با دوغ منفجر شدی، اسمت به عنوان تروریستی یا عملیات انتحاری ضبط و درج میشه در تاریخ. و ایشون آقای فرزاد عزیزی نوشته دوستان عزیز در سوئد هستن با هر گرایش فکری سیاسی خوشحال خواهم شد در روز آدینه یک شنبه ساعت 12 جلوی سفارت جمهوری استکهلم در حمایت تظاهرات سراسری مردم با سر دادن شعارهای مردم داخل ایران نشان دهیم که با ما هستیم، نترسید ما همه با هم هستیم. ببین آقای عزیزی، شما میای تو برنامه زنده من تبلیغ میکنی، این کار درست نیست، در صورتی که میتونی با 10 دلار آگهی خودت رو بذاری و ما نشون بدیم برای حدود 14000 نفر، نه ببخشید برای حدود 9000 نفر، چون من آگهی در صفحه مردم صفحه شخصی خودم نمیذارم، فقط در صفحه مردم تیوی میذارم. شمایی که لطف داشتی با تلویزیون مردم بودی، برنامه داشتی اینجا، اقلا باید بدونی که این کاری که شما میکنی درست نیست. من زحمت میکشم، آماده میشم، چند تا کامپیوتر و مانیتور و دوربین و اینا رو از جیب خودم هزینه میکنم، مثل این میمونه که مراسم ختم پدر منه و بعد شما میای دم در سرتو میکنی توی سالن و میگی دوستان بعد از مراسم ختم پدر سربی یا همین الان بیان با پایین کوچه، عروسی مامان منه. ببخشید من اینجوری باهات صحبت میکنم، چون میدونم شما هم توی بازار بودی و به اصطلاح صحبتای اینجوری بیشتر اثر میکنه. یک کمی بعضی وقتا باید آدم حرف دلش رو بزنه و به قول آمریکایی‌ها، حالا با اجازهتون من اینجا بنتم میکنم، بن یعنی دیگه شما نمیتونی تو این صفحه چیزی بنویسی تا بعدن. و بریم سراغ آقای گلن ترشیزی و اردوان روزبه. چقدر اردوان روزبه
قشنگ نوشته. اولا آقای ترشیزی، این کاری که شما کردی، من نمیدونم این مصاحبه است یا شما تکه تکه از نوشته ها و بریده به اصطلاح از چیزای ایشون هی ورداشتید بریدید، چون من نمیبینم این چجوریه. حتی صبح اشتباه کردم یه جایی رو که شما گفتید، یه چیزی رو که آقای روزبه گفته من به عنوان شما نوشتم، ولی اینجا ببینید دوستان من میخونم، شما ببینید فارسی من بده یا آقای ترشیزی احتمالاً یه جوری نوشته که ما نفهمیم. نوشته اردوان روزبه فوتو ژورنالیست ساکن واشنگتن در رابطه با برگزار کنندگان تظاهرات روز شنبه در مقابل کاخ سفید مطلبی را نوشته بود که من هم در زیر آن کامنتی گذاشتم و وی نیز جواب داد که به یک گفتگو تبدیل شد که در اینجا جداگانه برای دوستان می آورم. شما اینجا نباید بنویسی اردوان روزبه، شما باید بنویسی این مال خودته، ببری پایین تر یه خط بکشی، حالا اردوان روزبه. من فکر کردم اینو اردوان روزبه نوشته. در هر صورت ببینید آقای اردوان روزبه اینو نوشته: دوستان، چون سازمان مجاهدین اساسش بر تواضع و فروتنی است، خواستم به جای این دوستان اشاره کنم تظاهرات روز ششم ژانویه در مقابل کاخ سفید توسط این سازمان راه افتاده، اما چون این رفقا اصولا دوست دارن ملت بیان اونجا بعد زیر پرچم سازمان ایستادن عکس یادگاری ازشون بگیرن و سورپرایزشون کنن، عرض میکنن این فراخوان توسط سازمان مجاهدین خلق بدون اسم بردن از مرجع برگزار کننده تدارک دیده شده. حالا آقای گلن ترشیزی جوابشو اینجا داده. یا آقای ترشیزی وقتی اینجوری می‌نویسید دو تا نقطه همون کالم باد بذارید، که یعنی گلن ترشیزی هم گفت یا نوشت، مخصوصا چون شما نوشتار رو تبدیل کردید به یک گفت و شنود، یه رسم و قوانینی داره، باید اینا تو خط خودش باشه، یا نوشته‌های شما مثلا با آبی باشه، گفت‌های ایشون با قرمز، یا نوشته‌های شما باید بولد باشه، با خط به اصطلاح درشت‌تر نوشته بشه. خیلی کارمون خرابه. آقای گلن ترشیزی نوشته: اردوان جان، یکی از مشکلات جامعه ما این است که بعضی از ژورنالیست های ما به جای اینکه گزارش های تحقیقی درست کنن و به مردم آگهی بدن که مثلا فرق سازمان مجاهدین خلق با شورای ملی مقاومت و یا همبستگی ملی و یا جوامع ایرانی آمریکایی چیست، با ساده انگاری میگوین که همه اینها یکی هستن. آقا برای که ما میپرسیم شما کارتون اشکال داره. شما ببخشید این میگم، اون وقتا میگفتن فلان جاتون گوهیه، هر جا میرید بو میدید. ما پرسیدیم، ما آمدیم، مگه من از شما نپرسیدم؟ چرا دروغ میگی آقای ترشیزی؟ دوستان، این سازمان مجاهدین این ترشیزی مظلوم رو دروغگو کرده. اون وقت میگه من به شستشوی مغزی باور ندارم، الانم دو بعد از ظهر گفته میتینگ دارم، چون میدونه که من میخوام در این مورد صحبت کنم. آقای ترشیزی، شمایی که افتخار میکنی به این امیر عباس فخرآور، حاضری این بشه رول مدل بچت؟ یه آدم دروغگوی بی سواد کلاشی استفاده کرده، سو استفاده کرده، رفته زندان. تو زندان آقای کی بود اون بیچاره رو لو داده بود، آب جوش روش ریخته بود، بعد آمده با پیچ ریچارد پر اومده اینجا، خدا میدونه تو زندان چه کار کرده، خدا میدونه با این نمیدونم آمریکاییایی که مرد شورشون رو ببره به ما چه میخوان، گی باشن نباشن چه کار کرده، حالا اومده اینجا میگه من استاد دانشگاه هستم. کسی که فوق دیپلم رادیولوژی داشته، نداشته، نگرفته، درس تموم نشده، بهش میگم میگه که شما حسودیت میشه که این با شان هنتی. آقا شان هنتی یک آدم بچه فلانه، چی داری میگی؟ آقا یه لنت ترشیزی خجالت بکش. دو تا دام اند دامر، احمق و احمقتر، عباس امیر رقاص ننگاور با شان هنتی که فردا بذار دوره ترامپ تموم بشه گندش بالا میاد. ترامپی که دوستان این کتابی که اومده امروز شد فرست سلر، کتابی که قرار بود هشتم بیاد بیرون، چون حماقت ترامپ درست مثل حماقت دیکتاتورها، مثل حماقت شاه، مثل حماقت آخوندها، وقتی که یک کتابی یه چیزی نوشته راجع به اینا، به جایی که خفه خون بگیرن و اون گندشون رو هی صدا ندن، میان میگن این کتاب ممنوعه. باورتون میشه تو آمریکا یک کتابی رو ممنوع کنن؟
آقای ترامپ این کار کرده. بعد این دوستمون آقای مایکل رفعتی میگه آقا اینجوری شده استاک مارکت رسیده به 25,000 تا. میگم آقا هر وقت یه اتفاقی میفته به خاطر گذشته است. الان تو ایران دارن جاده میسازن، طرف میگه این هنوز برنامه های مال زمان شاه. اون وقت شما استاک مارکت آمریکا که رفته بالا میگی مال دوره این عقب افتاده است. خجالت بکشید واقعا. خب بیان صحبت کنید. بعد برای من هی ایمیل میفرسته، میگم آقا من که نمیتونم هر دقیقه ایمیل، اونم شما یک ایمیلی برمیداری یه ویدیو میفرسی از آقای کلینتون، من بشینم 2 ساعت نگاه کنم. ببخشید اینو میگم، خب جون بکن شما بیا. من میگم آقا این شالاتان زنباز. آقا کتابش الان هست، دوستش آقای این بابک هروی داره از دست من در میره. بابک جون بیا ببینم حالا چه احساسی داری، حالا که تمام اینایی که دوربر ترامپ بودن یکی یکی هی میان بیرون و میگن این دیوونه است. اون میگه استیو بنن تو این کتاب فایر اند فیوری که آقای وولف نوشته، نه اون وولف مارچید مایکل وولف کن باشه که مال نیویورک تایمه، این میگه که ترامپ اولا با همسرش توی 2 اتاق جدا میخوابن، بیزینس من و شما نیست، به ما مربوط نیست، که دیشب مسخرش میکردن اینجا، گفت این دومین رئیس جمهوریه که همسرش اتاق جدا میخوابه، اونم جدا. ضمناً آقای شاه هم اینجوری بوده، فرخانم توی اتاق دیگه میخوابیده. این دوستون فرهنگ امید گفت آقا چرا اینجوری میگی؟ گفتم بابا جوک بود تو ایران، ما بچه که بودیم میگفتن که شاه اومده دم در اتاق فرح در زده، گفته که فرح گفته کیه؟ یادتونه شاه میگه ما خاندان جلیل، گفته ما هستیم، گفته خب من نمیتونم همتون رو با هم ببینم، یکی یکی بیاین تو. این جوک بود برای که اینا اتاقشون جدا کردن. دیشب اینجا تو برنامه استیو کوربر میگفت که این چیز چون اون زنه جوونه، این پیرمرده، و بعد این 6.5 میخوابه، این 6.5 همبرگر میخوره تو رخت خوابش میخوابه، پیرنچینار هم رو زمین میندازه، یه آدم کثیف پلیدیه. بعد برید ببینید که مثلا گفته که میگه این گفته که مثلا کاری ندارم که این زنه تو اتاق دیگه میخوابه. من ترامپ گفته ها، ترامپ دوست داره که با زن دوستانش بخوابه و میگن هر وقت یه زنی میاد توی آفیسش بهش میگه که حالا رابطه سکسیت با شوهرت چیه و اینها، بعد بهش میگه که تو بهتر از این لیاقت داری، تو بهتر از این میتونی بکنی فلان اینا، بعد میبرد تو اتاق. آخه آقای مایکل رفعتی مردشون رو استاک مارکت رو ببره، من نمیدونم شما چند پول تو استاک مارکت داری، استاک مارکتی که هر شب که میخوابی تا صبح خوابت نمیبره، میخوای صبح که بلند میشی دوباره همون عددی که دیشب بوده مثبت شده باشه، یه دفعه هم ببخشیدا مثل یه گوز نمازتون رو دست نمازتون رو باطل میکنه و مثل سال 2008 میشه. بابا همه زندگی پول نیست، زندگی مردم هن. این آقا رابین هود نیست، این آقا شارلاتانه، این آقا چی بگم والا جاکشه، این چی داری میگی؟ من آقا نشستم اینجا 20 مایلی این هستم دارم میبینم چه کار کرده تو این واشنگتن، چه گندی زده. 300 روز دادگاه های آمریکا دادستان نداشت، همه را اخراج کرد، نتونست کسی رو پیدا کنه. بعد پریروزا یه دفعه چند تا اسم 17 نفر یه دفعه نوشت داد که فقط این باطل نشه. کابینه خودشو نتونسته هنوز درست کنه. اون وقت من بلندشم برم دم چیز فردا وایسم اونجا التماس کنم که آقای ترامپ بیاد به ما کمک کنه. خجالت آوره، ننگمون باید بشه، ولی ما که ننگ بلد نیستیم که. خلاصه آقای غلام ترشیزی تو این گفت و شنود نمیگه که اینا کیان. آقای اردوان روزبه رو یه جوری میخواد بذاره رو صندلی داغ که آقا تو تنبلی، نرفتی کار ژورنالیستی تو انجام بدی. آقا کار ژورنالیستی چطوریه؟ میاد به یک کسی، دیدی دیگه، من رفتم با آقای رضا پهلوی گفتم آقا شما شاه هستی یا نیستی؟ مردک تنبل نمیگه هستم، نمیگه نیستم. اولا دهنش خشک میشه، میگه که اگر شما منظورتون این است که زمین گرد است، من و پدرم فکر میکنیم که زمین چهار گوشه و فلان، میگم آقا هستی یا نیستی؟ آقا شما امروز بیا به من بگو آقا شما رئیس این شرکت هستی یا نیستی؟ میگم نه. میدونی رئیسش کیه؟ بله آقای فلانی. یا نمیدونم. این مزخرفات چیه؟ بعد آقای اردوان بهش جواب میده، ممنونم از تو گلن عزیز، به عکس خیلی از اعضا با مدارا پاسخ میده، برعکس خیلی از اعضا با مدارا پاسخ میدی، اما بزرگوار
این شگرد سازمان است و دلیلی ندارد سازمان خودش را پشت جریان سازی هایی که خود می کند پنهان کند. سازمان با صراحت بگوید بانی این قبیل برنامه ها هست و اجازه بدهد آدم ها خودشان انتخاب کنند. حالا دوباره خیلی بد نوشتی آقا، اگه اینو اردوان روز بگفته، دوباره نوشته اردوان روزه. ضمن اینکه آقای فیلابی چرا نخواسته مجاهد باشد؟ با شورای ملی بالاخره سلیقه‌ای است، بالاخره سلیقه دیگر، یا شورای ملی یا شورای ملی مقاومت. آقای فیلابی جزء شورای ملی مقاومت هست، وزیر تربیت بدنی هم هست. ولی خوب سوالی کردی، میدونید که دوستان این آقای اردوان روزبه هم اهل مشهد و خراسان هست و آقای فیلابی حالا باید پاسخگوی همشهریتون بشه. اردوان جان، در مورد عنصر مجاهد خلق باید بگویم که ایشان تمام هستی را با توجه به اعتقاد خود صرف ایثار و فدا می کند و در مدار دیگر از من و شما و آقای فیلابی زندگی می کند. اینم یک کلکیه. من سالها پیش از آقای فیلابی پرسیدم آقا شما چرا خب مجاهد نیستی؟ گفت من خاک بر سرم، ما لیاقت مجاهد نداریم. من اصلا نمیدونستم که مجاهدها اسمشون توی لیست تروریستا هست. اینا با این زرنگی عنصر مجاهد گوهریست برتر بالاتر، آقا این مزخرفات چیه؟ شما یا یه سازمانی رو دوست دارید میرید عضوش میشید، یا این سازمان با شما هماهنگی نداری. مثل سربی میگه آقا من با سازمانی که ترور میکنه هر وقت دلش میخواد، بعد میگه ترور بده، یا وقت میگه آمریکایی‌ها بدن، بعد میگه آمریکایی‌ها خوبه، یه روز میگه آخوند خوبه، بعد میگه فردا بده، با این سازمان من کاری ندارم، میام کنار. این مزخرفات چیه آقای گلن عزیز؟ نکن والا اینا فردا باید جوابگوی پسرت باشی. پسرت 18 سالش شد، اولین کسی که تو خیابون باهاش صحبت میکنه منم. میگم تو چیزیه جونیور، برو از بابات بپرس چرا این کارا رو کرد؟ چرا بچه های مردم رو به دام این سازمان میندازی؟ سازمانی که خجالت میکشه اسم خودش رو بگه. بس سازمانی بذاریم کنم. و اما اردوان جان، نمیدانم منظور شما از سازمان چیست. آقا منظوری سازمان آب و برقه. سازمان دیگه، سازمان مجاهدین خلق دیگه، اذیت نکن. این صفحه آقای کی بود؟ غلام ترشیزی. بریم صفحه آقای حسین پناهی. راستی شنیدم حسین پناه فکر کنم، شنیدم ایشون هم اون رستورانی رو که اینجا به اصطلاح شایع کرده بودن که اینو سازمان مجاهدین به این داده، من گفتم والا این فکر کنم اجاره باشه و اینها، این بنده خدا اجارهش از دست داده، یه نفر دیگه آمده. باز شنیدم که یه دوستی که باهاش بوده کلا سرش گذاشته. اینو تو مهمونی ها میگن آقای حسین پناه. دوستان عزیز، آقای حسین پناه شخص بسیار خوب، زحمتکش، و ایشون همسر خانم شیرین نریمان هست که خانم شیرین نریمان معرف حضورتون هستن. خانم نریمان خیلی فعال هستن. خانم شیرین نریمان برادر خواهر افشین نریمان هست که برنامه‌های تلویزیونی داره، که اونم زیر سواله که این برنامه‌ها با حمایت کی به اصطلاح درست میشه، پرداخت میشه و الی آخر. و اما این آقای حسین پناه، بریم پایین ببینیم ایشون چی میگه. این آقای بهار اون وقتا میگفت اگر یک حیوانی شما دیدید مثل مرغابی را میره، مثل مرغابی صدا میده، مثل مرغابی شنا میکنه، آخرش هم مثل مرغابی تخم میذاره، این مرغابیه. دوستان نگاه کنید، فراخوان به تظاهرات، شما این رنگ و این نوشته ها رو برید نگاه کنید، اینا اینقدر به خودشون زحمت نمیدن حتی نوشته های پوسترهای قبلی رو عوض کنن، چون مایند کلوز میشه. وقتی مایند کلوز میشه، دیدید اینایی که جنایتکارن همه سوراخ سنبه ها رو مواظبن، یه جای خیلی کوچیک میبینی از دستشون در میره. فراخوان به تظاهرات در همبستگی، درست همونی که خوندم، در همبستگی با قیام سراسری مردم دلیر ایران برای سرنگونی رژیم ضد بشری. خب این دوستان به نظر من مجاهدین هستن، و همون جوری که آقای اردوان روز به هم گفت، شما وقتی فردا رفتی اونجا بعد عکست گرفته میشه زیر تابلو سازمان مجاهدین، و سازمان مجاهدین این عکس‌ها رو میبره اون ور خیابون، یعنی 16 بلاک
اگه وایت هاوس 16 بلاک، چون اینا 16 هستن اونا یکن صفر هستن، 16 بلاک تو مجلس میگه نگاه کنید آقا دیروز 100 هزار نفر آمدن اینجا به ما پول بدین. این آقای خسرو بهرامی بارها گفته دوستان اگه شما بتونید یک جایی یه جمعیتی رو جمع کنید، مثلا همین دوستون آقای عرشیا کیا خیلی کارش قشنگه، توی پارک میاد مثلا 13 هزار نفر 12 هزار نفر رو جمع میکنه. من قولتون میدم اینا دیگه حالا میتونن برن کرایه اون پارک رو به نرخ خیلی کمتری بگیرن، چون میره نشون میده میگه آقا نگاه کنید این کامیونیتی ایرانی هاست، ایرانی هایی که موفقن، خونه های چند میلیونی دارن، مالیات میدن، اینجا شغل درست کردن، شما باید این پارک رو که پابلیکه به ما ارزون تر بدید. حالا عکسای شما رو چیکار میکنن؟ فردا جلو وایت هاوس عکسا رو میگیرن، دوربین هم از چپ و راست از این جب میارن و جب میارن از این. من اولین بار که این چیزا رو دیدم توی برنامه مجاهدین دیدم که فقط $3000 داده بودن. اون موقع این آقای پرهام مسئول بود، البته خود پرهام هم بنده خدا با دوستانش و خانواده و اینا مشکل داره، چون اینا آدمایی هستن که صاف. آقای پرهام من شکایتش با آقای فیلابی کردم، بارها مثال زدم، حالا میگم که خود آقای پرهام هم بدونه. بهش گفتم آقای فیلابی، این آقای پرهام تو مهمونی های ساده جر و در. اون موقع من طرفدار مجاهدین بودم، برنامه مجاهدین رو پخش میکردم، گفتم آقا این یه کاری میکنه مردم از مجاهدین فرار میکنن. آقای پرهام عزیز میدونی آقای فیلابی گفت چی؟ گفت سوربی جان بالاخره توی اتوبوس که 40 نفرن یکی هم شکمش درست کار نمیکنه، یک بادی از خودش میده بیرون و بو گند درست میکنه. گفتم آقا اگه شما هر دفعه سوار این اتوبوس شدی، هر دفعه این آدمو دیدی، دفعه دیگه تا اومدی بالا دیدی این نشسته میری پایین، یا راننده اتوبوس اینو میکنه پایین میگه آقا من پولت میدم با تاکسی برو، ولی مسافرای منو بو گند نکن. شما که راننده این اتوبوس هستی اینو بکن پایین. حالا برید بنده خدا زندگی شخصی آقای پرهام رو نگاه کنید، بعد ازدواج کرد، بعد اون بچه‌ای که قرارداد دولتی گرفت اینجا، برید ببینید سرنوشتشون چیه تو دادگاه‌های فدرال آمریکا. آقای گلن عزیز من، شما اگه میگی آقای فخرآور چه جوانیه، باید آرزو کنی پسرت مثل فخرآور بشه، پسرت از زندان ایران تماس داشته باشه با ریچارد پر، بعد از اونجا برش دارن بیارنش اینجا. آقا بابا خدا نمیخونه. بعد شما نمیتونی بگی آقا کار به پسر من نداشته باش، شما پابلیک فیگری. در صورت دوستان عزیز یه بار دیگه من این تظاهرات رو بهتون نشون میدم، شکل و قیافه و اسمش هم بهتون میگم، گفتم بهتون اینم شده چیز مجانی، ولی من وظیفه خودم رو دارم انجام میدم. این تحقیقی هم که آقای غلام ترشیزی به ما میگه شما ژورنالیستا، اولا من نه خودم ژورنالیستم، نه پدرم ژورنالیست بوده، نه مادرم ژورنالیست بوده، من مجری برنامه هستم و برنامه ساز، تهیه کننده این برنامه هستم. یه روز دوست دارم از 3 بعد از ظهر برم رو فیسبوک، یه روز میبینم فیسبوک خیلی گندش بالا اومده، از 2 بعد از ظهر میام شروع میکنم صحبت میکنم. باز بهتون نشون میدم دوستان، این فراخوان به نظر من از سازمان مجاهدینه. من حالا بخواستم بهتون نشون بدم که وقتی من اون ویدیو رو گذاشتم و نوشتم که من نگران آینده ایران هستم، ببینید دوستان چی نوشتن. و اگر شما خودتون بیا براتون شد تبلیغ مجانی دیگه، چی میخوای آقای ترشیزی؟ نگاه کن الان اگه شما بیای تو صفحه من، ببین اومدی تو صفحه شخصی من چی میبینی؟ این پایین کامرای 3 تظاهرات، دعوت به تظاهرات. حالا ما فردا بیایم بریم اونجا بگیم چی؟ بگیم دید پریروز، دیروز، 7 روز تو ایران تظاهرات بود، ما بی غیرتا یکمون بلند نشدیم بریم ایران؟ بگیم مردم رضا پهلوی رو میخواستن، ما شاه اللهیا نرفتیم؟ بگیم آقا رضا منتظر چی هستین؟ بگیم ما سازمان مجاهدین هستیم، مردم طرفدار سازمان مجاهدین بودن، آقای رجوی چرا نمیری ایران؟ تو برنامه قبلی یه نفر گفت آقا اینا منتظر فرش قرمزن. خب بیایم اینجا، من اینو خاموش کنم، بریم ببینیم نوشته های دوستان. خودش واقعا باید آدم یه مقداری فکر کنه. بذارید من اینو بزرگتر براتون نشون بدم و امیدوارم شما هم وقتی که اونو میبینید بتونید بخونید و یا واضح باشه. دوستان عزیزی که از فیسبوک این برنامه رو میبینن، یکی 2 ساعت بعد وقتی که این برنامه ها میره توی یوتیوب، کیفیت اونجا 3 برابره. یعنی اونایی که کار ویدیو هستن اگه اینجا 300 کیلو
بت پر سکنده اونجا 900، سه برابره. اینم برنامه خانم بتول سلطانی از کانون آوا و مدیر انجمن زنان از آلمان که توی صفحه شخصی من 2000 خورده نفر، توی صفحه مردم تیوی بیش از 12000 نفر آمدند و سر زدند. و اما میایم اینجا ببینیم که ما این نوشته رو نوشتیم و ما چی گفتیم، دوستان چی گفتن، و شما بگید که سوربی به اصطلاح درست میگه یا دوستان درست میگن یا شما نظرتون چیه. من اینو براتون بزرگتر میکنم، گفت اختیارش دست خودمونه. ما اینجا هم با آقای ترامپ جنگ و دعوا نداریم که ما بگیم دکمه نمیدونم چی داریم، اون بگه دکمه من بزرگتره. میگن معمولا اونایی که عقده دارن یه چیزشون کوچیکه، هی میخوان سعی کنن بگن ما چیزامون بزرگه. آیا من اینو نوشتم چون با فارس با انگلیسی وقتی این مصاحبه رو دیدم برداشتم این بود که این آقای جوان میگه بابا امروز احساساتی نشین، فردا برنامه بذارید، با تظاهرات بیاین اعتصاب، تو خیابون بشینید، نرید خونه، به حرف این ملیجک آخوندا این محمد حسینیه کیه گوش ندید. و وقتی اینو میگه من با فارسی آمدم نوشتم آیا شما هم نگران فردای ایران هستید؟ چه باید کرد؟ آفرین. آقای مو پارسی نوشته No, I'm not worried. حالا دوستان اگه یه کسی امروز بیاد به شما بگه من نگران فردای ایران نیستم، اصلا دیگه بعد از این جمله شما به حرفاش گوش میکنی؟ ببینید حالا چی نوشته. وقتی احساساتی هستیم فقط میخوایم جواب سوربی رو داده باشیم. I'm not worried about tomorrow. من نگران فردای ایران نیستم. I was worried about the last 40 years. من نگران 40 سال گذشته بودم. عزیز من گذشته در گذشته، گذشته مرد رفت. شما دو تا چیز داری، یکی امروز present حال، یکی فردا tomorrow آینده. اون وقت شما نگران 40 سال پیش هستید، 40 سال گذشته هستید. ادامه میده میگه که let's support the people، بریم حمایت کنیم مردم رو. That's all we can do. این تمام چیزیه که ما میتونیم انجام بدیم. بهش گفتم نه، من به شما میگم بیا بریم ایران اگه راست میگی. بعد دوست خوبمون خانم فری شوبری نوشته I agree with Mo. یعنی ببینید دوستان، یه سوربی پیدا میشه میگه من نگران فردا هستم و از شما که سیاست مدار هستید، فعال حقوق بشر هستید، میپرسه چه باید کرد، برنامه چیه. حالا ببینید دوستان خوبش چی جواب میدن. مو پارسی میگه که من وری نیستم، من نگران 40 سال پیشم، حالا اینا رو ول کن بریم حمایت. ولی نمیگه چه جوری، حمایت از کجا. به احتمال زیاد فردا ایشون میاد همون چیزی رو که، و اون میدونه که اینا مجاهدن و اون میدونه که اینا به اسم غیر مجاهد میان و چرا میان، این میاد اینجا. ولی خانم شوبری تو این منطقه نیستن. حالا ببینیم ایشون چی نوشته. نوشته I agree with Mo. بعد من چی نوشتم برای خانم شوبری؟ نوشتم خب اجازه بدید بریم ایران، پس بلند شیم بریم ایران. ایشون گفته که being worry and supportive is not meaning we have to go to Iran. میگه ما نگران باشیم یا حمایت بخوایم بکنیم معنیش این نیست که بریم ایران. ای خدایا، ای کاش خمینی، سازگارا، قطبزاده، این بنی‌صدر، اینای دیگه هم اینجوری فکر میکردن. همه مینشستن تو پاریس، ای لعنت به این کامپیوتر که دیر آمد. و اونا میگفتن آقا تو برو لنگش کن ما میام. بعد به نوشتن که not meaning we have to go there. دوست بسیار عزیز. منم میگم خب اوکی، اگر قرار ناراحت نباشیم و نگران نباشیم پس بی خیال دیگه، ولش کنید بیاین. این من نوشتم اینجا به انگلیسی I wish Khomeini was thinking like you. من آرزو میکنم که خمینی مانند شما فکر میکرد. Stay in Paris and tell people why میساد توی پاریس و به مردم میگو برید تو خیابون رو کشته بشین و اگه آزادی میخوان you should go and get it. اگه آزادی میخوان برین و بگیرینش. Very simple. Or stay there for another 40 years. مثل ماها که وایسادیم اینجا 40 سال. بعد ایشون باز جواب داده که don't worry دوست عزیز. نگران نباش. وقتی اینو گفتم من گفتم اصلا دیگه بحث تموم شد. مغازه تعطیل. دوستان میدونید یه آهنگ بسیار خوبی هست. Don't worry. Be happy. بشنویم باهم. یه تبلیغ.
might want to sing it note for note, don't worry, be happy. In every life we have some trouble. بله، میگه این آهنگی که من نوشتم حالا براتونم کلمه به کلمه میخونم. Don't worry, be happy. اینم دوستانی که میخوان برن حمایت کنن. 21 نفر کشته شدن. کدوم یک از شما اسم 5 تاشونو میدونی؟ کدوم یک از شما تصمیم گرفتین با دوستانتون؟ این آقای مو خیلی کمک میکنه. یادم سیل اومده بود یا زلزله اومده بود تو هندورس و توی دفترش لباس برای اونا جمع میکرد میداد میرفت. آقای مو، برای یکی از اینایی که کشته شده حاضری ماهیانه $300 از دوستانتون جمع کنی بفرسی؟ یا این پدر مادر بدبخت، آقا حکومتی که به خانواده شهدا پول نمیده، همین مردک کروبی توی بنیاد شهید زندان درست کرده بود اینا رو زندانی میکرد، حالا میاد به خانواده کسی که جوونی که بدبخت رفته بیکار بوده، تظاهرات از این ورم آمریکا و اسرائیل و اینا وایسادن فارسی پیام فرستادن، این بدبخت هم رفته تو خیابون گفته آقا میرم دیگه، یا کشته میشم یا آزاد میشم. متاسفانه آزاد نشده، کشته شده. کدوم یک از شما وجدانن، اگه دارید، کدوم یک از شما به این فکر فرو رفتید که اونایی رو که آقای حخا انداخت زندان، من با 55 تا هواپیما میخوام بیام ولی یه شرط کوچولو داره، باید پاسدارا ریششونو بزنن، من ریش دوست ندارم، حالا یه ماتیک سرخابی هم بکنن چون من تصمیم گرفتم، از آقای حخا بپرس اسم یک نفر از اونایی که بیچاره ها شیرینی خریده بودن اومده بودن دم دانشگاه تهران، شیرینی خریده بودن اومده بودن میدون شهیاد وایساده بودن که تو پوفیوز با هواپیما بشینی میدون شهیاد، من نمیدونم سر میله میخواستی بشینی، اسم یکی از اونا رو بگی، بگین چی کار کردی. ولی خمینی اومد گفت که ارتشیا از ارتش برید بیرون، ما میایم در خونتون نفت و برنج و حقوقتون رو میدیم. و خود من تو ارتش بودم، دوستا در رفتن بچه های فسا و نمیدونم بچه های چیز و اینها رفتن، حالا فسایی ها نیان چی کنن، به منم میگفتن آقا بیبریم، گفتم آقا من نمیام، من نه اینه به اصطلاح کاری باش دارم نه مذهبی هستم، به من چه. اونا اینجوری گفتن نه آقا برای حمایت از اینها فردا بریم جلو کاخ سفید، اونم دست به دامن احمقی بشیم که تا اینجا خودش و خانوادهش توی لجن فرو رفتن و دارن دست و پا میزنن که یه کسی بیاد کمکشون کنه. دامادش پولشویی کرده آقای کوشنر، پسرش تریزنس یعنی کسی که خیانت میکنه، البته این کلمه رو درست استفاده نکرده، این کلمه تو جنگ استفاده میشه و کسی که به مملکتش در زمان جنگ خیانت کنه اون موقع اون تریزنس استفاده میشه. بعدم ان پیتریاتی، یعنی اینا که پیتریاتی هستن وطن پرستن، این وطن پرست نیست. شما نمیتونی یه کسی رو به جرم این که وطن پرست نیست محاکمه کنی، ولی یه کسی رو میتونی که به جرم تریدر یا همون به اصطلاح تریزن محاکمه کنی، چون میشه خیانت به مملکت. شما نمیتونی به من، اشکال ما همین بود که میگم مثلا آقای فیلابی میگه آقا اگه مجاهدی خوبی، اگه نیستی بدی، میگم آقا اینجوری نیست که شما سیاسفید میبینی، آقا یکی هم هست شما هم شدی جورج بوش، یکی هم هست نه با جورج بوشه نه مخالفشه، فکر و عقیده چیز دیگه داره، بذارید اونام زندگی کنن. ساعت 2:56 است، من قرار امروز با یه دوستی صحبت کنم، ولی قبل از اینکه با این دوستمون صحبت کنم اجازه بدید که از دوستانی که چون اون آقای کوپای یا کوپایه روی صفحه عمومی نوشته بودن که آقای سوربی سال نو هست و شما بهتره که با آقای دکتر نصر احمدی آشتی کنی، سه شنبه یا دوشنبه بود، من گفتم دوست عزیز من قهر نیستم که آشتی کنم، ایشون از ما دلخور شد، ایشون تصمیم گرفت برنامهاش قطع کنه، و بهتون بگم دوستان وقتی هم برنامهاش قطع کرد
اون فیسبوکش و اینا رو من به اون دوستانی که حالا یا جوان بودن یا نمیدونم، چون همهشون اسمای بلابی و اینجوری بود، کمک کردم، راهنمایی کردم. مثلا اگه ایشون فقط نوشته بود دکتر نصر احمدی، مخصوصا چون نصر رو با دو تا اس نوشته بود و اینها کسی پیداش نکرد، گفتم آقا هم فارسی بنویس هم انگلیسی بنویس و عکس خودشون هم بذار. این کارم کردم، ولی گویا همونها اومدن زدن حسابشو بستن. این مشکل ماست که وقتی با یک کسی به اصطلاح دشمن میشیم، یا دشمن هم نه، نمیخوایم کار کنیم دشمنش میشیم و میخوایم پدرش در بیاریم. گفتم آقا من مشکلی ندارم، من امروز با ایشون زنگ میزنم، قرار بود چهارشنبه زنگ میزنم، متاسفانه چهارشنبه، باز میگم این اوضاع چند روز گذشته، سرماخوردگی، برف و یخبندون اینجا، دوستان نیویورک و اینجا 14 اینچ برف اومده. ما دیروز یکم برف داشتیم ولی خیابونا به شدت یخ زده، خیلی اوضاع قرقاتیه، سرما شدیدن سرماست، واقعا همون که میگم سرها در گریبان است اینجوریه. و میگم که حالا دیگه همه اینها، سال نو بود، گفتیم حالا یه بریکی میشه، مردم ایران شادی میکنن، خوشحالی میکنن که این تظاهرات و شکایت از گرونی و اینها که واقعا حق دارن، حق مردم تظاهرات کنن. چجوری امروز طرفدارای جمهوری اسلامی اومدن تو خیابون؟ یکی بیاد بگه اینا کی اجازه گرفتن، اجازه شون کو؟ میگن خب حالا وایس نشونت میدیم، میرن تو اتاق اجازه نامه میارن، میگن دیروز اجازه گرفت. ولی اون بیچاره ها اگر اجازه بخوان شما بهشون اجازه میدی؟ در هر صورت من بهشون گفتم که آقا من چهارشنبه زنگ میزنم و با این دوستمون صحبت میکنم. حالا چون تلفن ها، والا امروز این تلفن رو هم آوردیم گذاشتیم، حالا ما همه چی رو هم نباید بگیم، این سرویسمون قطع شده، گفت 39 دلار بده وصلش کنم. گفتم آقا تلفن نمیخوام، من این تلفن رو دارم، این تلفن رو دارم و بهتون میگم ما 12 تا شماره تلفن حالا از گوگل وایس گرفته تا چیزای دیگه داشتیم و گفتیم آقا نخواستیم ولمون، به شما نمیگم اگه میخواین 39 دلار بدید وصلش کنم، نخواستیم. بعضی وقتا نداشته باشیم بهتره، میدونید چرا؟ خب آقا من اسکایپ دارم، سه بار اگه با آقای نصر احمدی اینجوری صحبت کنم صدا بد باشه، اگه شما با من تماس بگیرید میگم آقا شما با این تماس بگیرید بهش بگید اسکایپش رو وصل کنه. ببینید شماره تلفنش هم خیلی ساده است، 818-201-57 سال انقلاب ایران، 79 سال انقلاب ایران، به انگلیسی ببرمتون کجا؟ کالیفرنیا، که به دوستان بگیم آقا ما مشکلی نداریم. و بازم تشکر کنم از اون دوستی که دیشب تماس گرفت و گفت آقای سوری من شما از دوره فولادوند از تقریبا 20 سال پیش میشناسم و جالبه که ایشون که مخالف عقیده من هست به من گفت شما آدم منطقی هستید. آقای دکتر نصر احمدی سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم، امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید. آقای احمدی من برای بینندگان توضیح دادم که یه دوست مشترکی به من پیشنهاد کرد که ما با هم آشتی کنیم. گفتم والا ما قهر نیستیم ولی پیشنهاد خوبیه، من زنگ میزنم هم سال نو رو تبریک میگم هم عرض ارادت میکنم و برای ایشون سلامتی میخوام. شما روی ایر هستید، اگر صحبتی دارید برای دوستان بیننده و شنونده به دوستان بگید. ضمناً یه ویدیویی من از یکی از مخالفین شما دیدم، از شما خواهش میکنم اگه اون لینک رو برای من بفرستید من این ویدیو رو مجانی به خرج خودم تو تلویزیون مردم پخش کنم که دوستان بفهمن اینایی که با یک کسی دشمن هستن حتی دشمنی هاشون هم درست نیست. و مثلا میگه شما نمیدونم پسر خواهر فلانی هستی، فامیلیت اینه، این اصلا غلط، غلط، همه چی غلط غلط. من ساکت میشم، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم بفرمایید. امیانان گرامی و خدمت شما بسیار سپاسگزارم از این ارتباط. من به راستی که وقتی با کسی بی ارتباط هستم دشمن نیستم، دشمنی در ذات من باور بکنید حرامه، اصلا من دشمن هیچ کسی نیستم. اگر با کسی بی ارتباط هستم فقط ارتباط ندارم، اما یه کسی که خار راه میهن من هست و به قول خودتون ترگیر و به قول فراسویات خیزون، یعنی خیانت میهنی میکنه، خب اون دیگه قابل بخشش نیست. این کسی در جنگ خیانت میکنه، یکی پیشوای جنگه و از محلکی میگریزه، اون دیگه قابل بخشش نیست. اما در ذات من دشمنی بی سبب یعنی عناد و لجاج حرامه. چرا؟ دلخوری ممکن ایجاد بشه و این دلخوری هم یه واسطه پیدا بشه. الان هستالی فرمودید، من داشتم گوش میگرفتم،
فرمودید که دکتر کوپایی تماس گرفتن، دوست دیگری هم تماس گرفتن، اگر مصلحت باشه هم عنوان کنن آقای کردار، و واسه این فاصله شدن که این فاصله بشکنه و اون پیوند و ارتباط برقرار بشه. خود اصالی فرمود که دیرخوری ایجاد شد، گاهی وقت اشتباهاتی پیش میاد، آدم حساس، آدم نکته بین، آدمی که به جامعه و هنجار اجتماعی خیلی توجه و دقت میکنه خیلی خوب زودتر میرنجه. این است که این فاصله ایجاد شد. و این هم که فرمودی این عید مسیحی، خب خودش هم یک بهانه هست، اگرچه عید نوروز هرگز نخواهد شد، نه در ضوابط علمی نه در ضوابط سنتی، هیچ جشنی در تاریخ بشر، بشری که با نوشته سر و کار داره، یعنی از تاریخ مدون به این سو، هیچ جشنی به پایه نوروز ایرانی نمیرسه، هم به لحاظ ضوابط علمی هم به لحاظ سنت و هنجارها. بنابراین این امروز سال مسیحی خودش یک واسطه شد. از این بابت بسیار بسیار سپاسگزارم. آنچه که رفت و گذشته و دلخوری بود هم امیدوارم برطرف باشه. مسئله رو فرمودید که یک ویدئوی پیدا شد و کسی به من اهانت کرده. بله، من اون ویدئو رو از طریق تلفن گوش گرفتم، چون من ویدئوی در دسترس ندارم، با کامپیوتر هنوز سر رشته‌ای ندارم، ارتباط کامپیوتری ندارم، اگرچه خب جده حتما کامپیوتر داشت و خود من هم کامپیوتر شخصی دارم، و حتی از انبار چیزایی که آوردم دو سه تا کامپیوتر در این کارتون های بغل من هم هست، اما چون من خودم سر رشته ای ندارم هنوز با کامپیوتر پیوندی ندارم. ویدئویی رو که فرمودید من گوش گرفتم، به غایت زشتی و دشنام و حتاکی، البته در دفاع از آقای رضا پهلوی هست. خب شما سنت ایرانی رو متاسفانه میدونید، حکومت هایی که میان حکومت های پسین خودشون رو کاملا خراب میکنن که همه چیز به نام خودشون تمام بشه. یکی از شگردهای پهلوی ها، یعنی هر دو پهلوی به ویژه رضا شاه، این بود که خب چون شما میدونید که رضا شاه و همه میدونن، طرفدارانش میدونن، خود خانواده پهلوی میدونن، از زیرین ترین قشر اجتماعی ایران، یعنی زیرین ترین طبقه، طبقه بسیار 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 پایین، رضا شاه آمد. خیلی خوب، وقتی به پادشاهی رسید، خب یه دفعه یه شبه که پادشاه نشد، یه شهباز یه دفعه بیاد پادشاه بشه، اون همه خانه گردن کلفت، اون همه متفکر، اون همه ثروتمند، اون همه آدم های گردن کلفت، روشنفکران، سیاست مداران، آخوندهای تراز اول، یه سربازی از بیابون بیاد که تو شهرم زندگی نکرده بره پادشاه بشه، خب باید از آقای ویدر بولارد پرسید، از لورد کرزن پرسید که در خاطراتش نوشته، از خانم آن لامپتون پرسید، کنسول فرهنگی انگلستان در ایران، باید از ایشون پرسید، باید از نوشته های آقای دکتر محمد کوری نجد و دکتر محمد برقعی پرسید، باید از بخلر آلمانی پرسید. این داستان ها که دیگه مشخصه، از آقای حسین احمدی روحانی انتشارات جامعی کتاب گذشته چراغ را آینده است پرسید، از خود خاطرات رضا شاه، از خود سلیمان بهبودی، آقای سروی همیهنان گرامی، آقای سلیمان بهبودی که کارگزار کارپرداز رضا شاه بود، بعد پرسید یک آدمی چطور از بیابان آمد به دفعه پادشاه شد. شما آقای سروی همیهنان گرامی حتما میدونید، آقای سروی شما مخاطب من که هستید، بله بله دارم گوش میدم، بله شما میدونید هر کس در تاریخ ایران از پیدایش ایران هر موقع هر کسی تونست پادشاه شد، حالا میخواد پسر نورا باشه، پدرش هم نورا باشه، پدر بزرگ چند نورا باشه مثل چطور محمود غزنوی، یا پدرش رویگر باشه، حتی خودش رویگری کنه مثل یعقوب لیس که جوانمرد بود و پادشاه بسیار خوب بود. در ذهن سلطان محمود غزنوی که من عرض کردم، یکی از بهترین پادشاهان تاریخ ایران برای ادب فارسی و شعر فارسی، یکی از بهترین، یعنی نمره یکه، نمره دومی هم تاش نیست، سلطان محمود غزنوی که از غزنی بوده بالای کابل، که اون موقع افغانستان ایران یک کشور بوده و غزنی پایتخت بوده، یکی از بهترین پادشاهان فرهنگ شناس و فرهنگ دوست تاریخ ایران بوده. سلطان محمود پدرش، پدر بزرگش و پدر پدر بزرگش نونوا بودن، آمدن پادشاه شدن. نادر افشار خودش چوپان بود تو کو، پدرش چوپان بود، پوستین دوست بود، گیوه دوست بود، آمد پادشاه شد. شما تمام پادشاهان ایران، خود آقای کریم خان زن یه ریش سفید در یه دهی به نام پری در ملایر، آمد پادشاه شد.
آقایان صفوی که طولانی ترین زمان حکومتی رو بعد از اسلام داشتن و پایه‌گذار شیعه که امروز سنگ به سینه می‌زنیم برای شیعه، ایشون پایه‌گذاری کرد در 505 سال پیش. پسر یک آخوندی بود، شاه اسماعیل اول 13 ساله، یک بچه 13 ساله آمد پادشاه شد. همین اهالی رشید تبریز رو از 104 هزار جمعیت 20 هزار مردش گردن زد، یعنی نرینه رو از تبریز برداشت از 18 ساله به بالا کلن برداشت، همه رو کشت چون سنی بودن و شیعی شدن. الان هم اینقدر مردم تبریز در شیعه متاسف هستن، کیادشون رفته پدرشون سنی بوده و آقای شاه اسماعیل این همه آدم کشته و شیعه رو پایه‌گذاری کرده. شما هر چه جلو میرید میبینید پادشاهان ایران از زیرین ترین طبقات اجتماعی بودن، به ویژه خانواده پهلوی که پدرش هنوز معلوم نیست. آقای سربی، دو نوبت تو دانشگاه ها دو نفر رو دعوت کردن در این 38 ساله، بقیهش کسانی هستن که انجمن های فرهنگی براشون سالون اجاره میکنن و میرن سخنرانی میکنن، مش محمد، کشتقی، حاج رجب، هر که خواست میره سخنرانی میکنه، وسیله دوستانی که انجمن فرهنگی دارن سالان اجاره میکنن و این رسم بسیار بسیار زشتیه که دانشگاه ها در قرن بیستم برای پول باب کردن سالان اجاره میدن، این کار بسیار زشتیه و بعدها هر کسی در دانشگاه سخنرانی کنه، این رادیو تلویزیون های هرچی فارسی، ببخشید چون شما هم تلویزیون دارید، من دارید هرچی رو به کار بردم و واقعا خبرچین یعنی هرچی و واقعا فرهنگ زشتیه. این تربیت روزنامه‌نگاری قرن بیستم ما بدترین شکلش هست آقای سربی. در دانشگاه هر کسی بخوان مسخره کنن، هر کی بخوان مسخره کنن میگن سوادش روزنامه‌ایه. این بدترین توهین به یه دستخونده. این روزنامه چی هوچی گری میکنن؟ آقای احمد شاملو در دانشگاه برکی سخنرانی کرد. نه آقا، آقای احمد شاملو رو اون آقای که در سوئد مطلبشو براش نوشت با پای جمهوری اسلامی آمد در دانشگاه برکلی، یه انجمن فرهنگی کالیفرنیا که من اسمش رو نمیارم براش سالن اجاره کرد و آمد اون چرندیات گفت به تمام زمین و زمان ایرانی اقامت کرد. نوارش هم من دارم، اتفاقا دو نوبت هم سر تلویزیون پارس زمانی که از پاریس آمدم در تلویزیون گذاشتم تا مردم بشنوند. در این مدت 38 ساله فقط دو نفر رو دانشگاه دعوت کرده، رسما دانشگاه دو نفر رو، یکی آقای دکتر داریوش شایگان به گمانم زنده باید باشن، الان اگر زنده باشن 96 سالشه، اگر هم زنده هستن خداوند عمر طولانی بهشون بده، برادر دکتر علیرضا شایگان مشاور مصدق السلطنه که سازمان امنیت رو ایشون پایه‌گذاری کرد، سابق رو ایشون پایه‌گذاری کرد، آقای دکتر شایگان که 20 سال پیش فوت کردن آمده بودن رئیس جمهور بودن در ایران چون در امریکا زندگی میکردن، برادر ایشون سخنرانی کرد راجع به فلسفه اولا، چون دکتر فلسفه هستن از سوربن و در سوربن سخنرانی کردن. و یک دفعه هم در سپتامبر 2006 هاروارد، استنفورد و هوور مشترکن من مخاطب شما و میهنان گرامی رو یعنی نصر احمدی رو دعوت کردن برای حکومت شناسی. استادان امریکایی بودن در علوم سیاسی، در جامعه شناسی و در حقوق. یک استاد تقریبا 88 ساله امریکایی استاد علوم سیاسی از من پرسید که نسب پادشاه شما و پدرشون به کدام پادشاه میرسه در ایران، آیا به داریوش بزرگ میرسه؟ آقای سربی شما جای من چه پاسخی میدید؟ چه پاسخی باید میدادید؟ شما میگید پدر رضا شاه هم نامعلومه دیگه، چه رسل بله بله آخه دو نوشتن، یه جا نوشتن داداش بیک، یه جا نوشتن عباس علی، یه جا نوشتن عباس قلی. آخه این دیگه تاریخ معاصر خودمونه، تاریخ زنده، تاریخ زنده. این دیگه 2500 و 7000 و 10000 سال پیش که نیست که به خیالات متوسل بشیم، چون اهل قلم ایرانی اهل جهتگیری و خیاله با کمال تأسف و شوربختی. قلم زن ایرانی یا جهتگیره یا تابع احساساته، تابع خیاله. من ندیدم، من پژوهنده ایرانی ندیدم که آنچه که هست بنویسه و نترسه. یا جهتگیری میکنه، دشمن رو خراب میکنه، اونی که باز همراه نیست دوست رو میبره به هر شعلالی و هر روی. منظورم این بود که خانواده پهلوی از زیرین ترین خانواده ایرانی که بر سر کار آمد
چند تا سلسله پادشاهی رو من گفتم. حتی پیش از اسلام هم یه توضیح بدم، سلسله ساسانی آقای سامان خدر پدر پدر بزرگ اردشیر بابکان نگهبانی آتشکده بوده در استخ یعنی فیروزآباد که بزرگترین شهر جهان و بزرگترین پایتخت دنیا بوده. همین فیروزآباد زادگاه خسرو قشقایی این بزرگترین شهر کره ارض بوده، ولی در سورة الارض و الاکالیم آقای محمد استخری در قرن چهارم، ولی نمیدونم چه صفحه ای، قبلا صفحات رو میدونستم، نوشته که علی پسر ابو طالب از بصره وقتی خلیفه چهارم شد فرمان داد که ساق و گربه استخ رو هم از بین ببرن و این شهر رو سوزوندن و این شهر رو از بین بردن. آقای اردشیر بابکان از اونجا پدر پدر بزرگش نگاهبان یک آتشکده بود و آمد پادشاه شد. 412 سال پادشاه ایران شدن و چنان تأثیر دینی به کار بردن که حکومت یعنی عرب ها از این وضعیت سوء استفاده کردن. یک آقای خیانتکاری هم به نام سلمان پارسی از اون شهر پیدا شد و رفت اونجا راهنمای عرب ها شد و این بلایی که میبینیم سر ما آمد. ما که مشکل دین که نداشتیم آقای سوربی، حتی در انقلاب اسلامی مشکل دین نداشتیم که حضرت آیت الله العظمی خمینی فریاد وا اسلام ها سر بده، ما که مسلمان بودیم، ما که کار اسلامی رو میکردیم، پدرامون هاش نظری حضرت عباس رو میدادن با کمال تحصف. به هر روی هر کس تونست پادشاه شد، یا همین شیعه خامنشیان یا مادها، اینا که ایرانی نیستن آقای سوربی. کوروش بزرگ یعنی کوروش سوم در تاریخ که به نام کوروش بزرگ مجلس شورای ملی، کوروش داریوش شاه عباس خونریز خونخوار بیرحم ضد بشر و رضا شاه دیکتاتور، برای که بهش لقب کبیر بدن اون سه نفر رو قاطی کردن. حالا چرا شاه عباس رو من حیرانم که آیا نمایندگان مجلس ما خونده نوشتن بلد نبودن؟ نمیدونستن شاه عباس ظالمترین پادشاه تاریخ ایرانه؟ البته به دیکتاتوری رضا شاه نمیرسه، اما ظالمترین و ستمگرترین پادشاه تاریخ ایران شاه عباس کبیره. آمدن لقب کبیر به این چهار نفر دادن، به همین جهت میگن کوروش کبیر، داریوش کبیر، وگرنه کوروش کوروش سوم است، کوروشی که ما میگیم بنیادگذار پادشاهی خیر، ایشون بنیادگذار پادشاهی نیست. 7000 سال ایشون بعدن آمده پادشاه شده از تاریخ ایران، خیر ایشون نیست. و یه تاریخی هم میگن این رادیو تلویزیونا 2576، من نمیدونم اینا از سهره همشون این تاریخ آوردن. آخه یه مورخی آقای سوربی بیاد بچینه و منو هم دعوت کنه، من ازش سوال بکنم ببینم این تاریخ 2576 که تاریخی که آریامه در ایران آورد به نام تاریخ 2500 سال، این از کجا آمده؟ اینو دوستان یهودی شروع بشه که خلافه که خیانته. بزرگتری خیانت تاریخ ایران زمانیه که تاریخ ایران از کجا شروع کردن. وانگهی تاریخ کوروش 13 سالش هم تخلق دروغه. چرا دروغه؟ برای اینکه کوروش تا سال 56 که اعلام پادشاهی میکنه پیش از مسیح در بالای مرو دشت زیر دشت ریم کهگیلویه، حد فاصله استان فارس و کهگیلویه اعلام پادشاهی میکنه، در سحرگاه 29 اکتبر 546 13 سال محمد رضا شاه بعدش میذاره 2501 و این خیانته. حالا کدوم خواهر پس فطرت بیدانش جاهل این کار کرد؟ خدای بر من ببخش، بر اون مردگان ببخش، من که مثل پیرزن نفری نمی کنم. باید از شبه این صفحه‌های بی سواد متقلب پرسید این خیانت بزرگ تاریخی رو چرا به روا می دارن؟ در این رادیو تلویزیون میگن 2576 شاهنشاهی. آقا شاهنشاهی که 2576 نیست، سلسله مادم که امپراتوری اونم باید گذاشتن. پیش از مادا ما ایران رو نداشتیم، 2346 سال پادشاهی کردن. سلسله های معتبری در تاریخ ایران بودن. هخامنشیان و مادها از اورال آمدند، از دیر سیبری مثل عرب ها آمدند داخل ایران شدن. آنچه آثار باستانی بود کوبیدن و از بین بردن و خراب کردن و خودشون شدن پادشاه. هر کس تونست در تاریخ ایران پادشاه شد آقای سوربی. رضا شاه که آمد پادشاه شد فکر کرد که فرمان فرما رو باید خراب بکنه. مثلا امیرخان سوادکوهی رو باید خراب بکنه، معیر الممالک رو باید خراب بکنه،
مدرسه مسلطنه رو باید خراب بکنه. چه کار میکرد؟ یا میرزا حسین خان سپه سالار صدر اعظم ناصرالدین شاه که تحصیل کرده پاریس بود اون زمان، رادیو تلویزیون میگن آقای رضا شاه با پیچو فرستاد خارج. آقای این بیسوادها یه دفعه کتابم ببینید اگر نمیخونید، کتاب ببینید نه که کتاب بخونید، شما که دشمن کتاب هستید. آقای بلندگودار تلویزیون رادیو چرا میگه رضا شاه دانشجو فرستاد خارج؟ 180 و 118 سال پیش از رضا شاه عباس میرزا دانشجو فرستاد خارج. ما کنجد فروختن کنجد و پوست انار، اون موقع نفت نبوده، گاز که نبوده، پتروشیمی که نبوده، تو جبهه هم میجنگیده، لباس هم تنش نداشته بکنه درست، خودش عباس میرزا نون خوردن گیرش نمیومد. آقای سربی میدون عباس میرزا از تیفوس مرد، یعنی شپش، یعنی شپش اینقدر در تنش زیاد شد و زخم معده گرفت از ناتوانی ناداری غذا خودش و سربازانش. سن 4 نوبت جنگید، نوبت اول که برنده شد عباس میرزا، نوبت دوم انگلستان دست پاچه شد، همین فرانسه این ناپلئون که نمیشه بود من پشتتونم و روس تارمار میکنم، یواشکی کمک میکرد به روسیه و عباس میرزا بیچاره شکست خورد. خود ایرانی هم خیانت کردن، آخوندان رفتن به استقبال روس ها، آقای نور جعفر رفت پیشباز پاسکیویچ، 300 تا شطور بود قربونی کردن اهالی تبریز، گفتن تو بیا پادشاه ما شو، توی روسی بیا اینجا رو پایتخت کن و پادشاه ما بشو. خب این خیانت ها در تاریخ ما بوده. آقای رضا شاه وقتی میخواست با اون گردن کلفت ها مبارزه کنه، بوده بزرگمه چی ها میگفت به اینا فوش بدید. با ملکل شاهر ها بار یه نامی برش دونست که علا حضرت رضا شاه مخبر سلطنه هدایت، عموی صادق هدایت که مخصوص وزیر بود تحصیل کرده آلمان و فرانسه بود، یعنی برلین و پاریس 8 سال درس خونده بود، نوشت آقای رضا شاه تو دیگه پادشاه شدی، اینها دانشمندان کشور هستند، بزرگان کشور هستند، از اینها کمک بگیر، مملکتو بچرخون، نه که پشتش رو بدی. حالا نوش هم مثل پدر بزرگش یاد گرفته، پدرش هم همین کارو میکرد، آمده یه آقای به قول خودشون مجازی، من نمیدونم مجازی آخر وقتی شما که میگید مجازی یعنی غیر حقیقی، وقتی در سال میگه 100,000 طرفدار شورای ملی رضا شاه، رضا اعلی حضرت رضا شاه دوم مجازی طرفدار داریم، خب مجازی یعنی تقلب، یعنی دروغ، پس اون افراد حقیقی کجا هستند؟ شخصیت های حقیقی و حقوقی کجا هستند؟ بر آمده هر چه بده بیراه بوده به من فوش زشت از خانواده داده تا شخصیت و منش و هر آنچه. امیدوارم یک ساعتی را یه روز به من وقت بدید اون مطلب رو بخونم، از مطلبی که از تلفن شنیدم و یادداشت کردم، چون من دیده اون در این کار ندارم، برای هممیهنانم اون فحاشی و حتاکی و حدگرمت رو هم گفته باشم هم پاسخ داده باشم. خارج از مقوله گفتار اون آقا من مطلبی حتما نخواهم گفت. شگرد جمهوری اسلامی هم این بوده، وقتی ترورها در فرانسه و در بعضی کشورها مثل آلمان شروع شد، دولت فرانسه اختار داد به دولت ایران آقا در کشور ما ترور نکنید، شما بیاید تخریب شخصیت بکنید، شخصیت ها رو اینطور پایمالی میکنید. این دست فرانسه بود و نخستین بار آمدند در روزنامه کیهان هوایی، کیهان تهران و جمهوری اسلامی اولین بار نوشتند که آقای دکتر نصر احمدی به رهبر انقلاب نامه نوشته است، به رهبر حکومت آیت الله خامنه ای، که من میخوام به ایران بیام. آیت الله خامنه ای و مشاورانش گفتند که ورود دکتر نصر احمدی را به میهن عزیز اسلامی خوش آمد میگوییم، منتظر نوشته های فرهنگی سیاسی ایشان هستیم. این مطلب در 3 روزنامه کیهان هوایی، کیهان تهران و جمهوری اسلامی چاپ شد. آقای دکتر عباس نازمی در تورنتوی کانادا مدیر مجله پیمان این مجله ها رو داره، این روزنامه ها رو داره و در روزنامه ایشان و در روزنامه نیمروز بعد پاسخ دادن. خب اینطور تخریب شخصیت شروع شد. حالا آقای رضا پهلوی یاد گرفته میخواد مثل پدرش نفر اول آخر باشه، ایشون که هیچ کاره هست، ولی چون میخواد اسمش مطرح باشه و سوء استفاده بکنه، هر تنابنده ای، نه تنها نصر احمدی، البته از نصر احمدی وحشت داره به دو سه دلیل، چون من به خوبیشون رو میشناسم، البته اگر خودصدایی نباشه از دانش و شجاعت و اخلاق من بحشت عجیبی داره این آدم،
من که رقیب کسی نیستم، من قصد بازجویی که ندارم مطلقا. در کودکی من آقای سربی اون دوران خانخانی و ریاست ایلی، خب پدر من آقا اجداد من رئیسی بودن، در بازی کودکانه حتی من هیچ وقت تخشیش آقا بازی نکردم به عمرم، یعنی در ذهن و روان روح من همچه مسئله نیست، نبوده و نیست، اگرچه ایشون مطلقا دنبال این هدف نیستن و تربیت این کار نشدن، شهامت این کار هم نداره، خطر این کار هم نمی کنه. ایشون برای ورود به ایران حتی حاضر نیست به کشور مرزی بره، یعنی یک بار در عمرش ریسک کرده باشه به ترکیه یا پاکستان. ایشون واقعا میداره یک آدم نیست در جهانی رو، یک آدم بی‌هویت و بی‌شخصیت و بی‌پرنسیپی رو با اسم مستعار در یک سایتی بدترین حتی که به من کرده. بسیار خوشحالم، من اصلا در این زمینه نمیخواستم صحبت کنم، چون خود حضرت عالی فرمودید، بنابراین من ذهن همیهنان گرامی رو آماده کردم که اگر وقتی به من بدید در هفته آینده همین روز، یعنی جمعه نمیدونم یا شنبه، یک ساعت در این زمینه من این مطلب رو که از تلفن شنیدم بخونم و پاسخ بدم. اما ویدیو که فرمودید، من از دوستانم خواهش میکنم اگر اون ویدیو در دسترسشون هست برای شما هم بفرستن که سبق ذهنی در این زمینه داشته باشید. بسیار ممنون. من مطلبم در این زمینه ها تمام شد، اما این داستان تظاهراتی که من هم شنونده بودم که فراخوان به تظاهرات میدن، شما بپرسید از این آقایانی که فراخوان به تظاهرات میدن، اولا چه کاری محل هستند، کی هستند، چه هویتی دارند و اگر هویتی هم داشته باشند چه مسئولیتی به گردن میگیرند. آقای سربی، شما در این 38 ساله شنیدید یا دیدید که نسل احمدی به تظاهراتی دعوت کرده باشه، گروهی به تصویر و تفقیر؟ من ندیدم. هرگز هرگز. حتی من به گوینده رادیو تلفن میکنم که آقا چرا تو دعوت به تظاهرات میکنی؟ تو چه کاری؟ تو که گوینده رادیو حقوقگیر هستی، اگر این مدیر رادیو به تو پول نده شما که میری خونت میشینی، کاری نیستی، تو گوینده هستی، حق نداری بگی محمد بیا خیابون سزاوار، پاکی بیا خیابون اردیبهشت، محمد از خیابون سزاوار بردار بر خیابون فروردین. خب تو که داری با کار جمهوری اسلامی رو آشکار میکنی، یعنی داری لو میدی مردم رو، داری لو میدی این کار، خب حقوق در جمهوری اسلامی حتما میگیری. این خیانت هایی که در این 38 سال به ملت ایران شده با کمال تعصب و هیچ مقام مسئولی هم پاسخگو نبوده. اصلا خود آقای رضا پهلوی اگر فراخوان به تظاهرات بوده ایشون چه کاره هستن، چه مسئولیتی برای دو میگیرن؟ آقای سوربی، آیا ایشون لحاظ حقوقی مقام مسئولی هستند؟ خیر. نه دیگه، خودش میگه من شهروندم. خب سازمان ملل میگه دیوانه است، بی‌اعتباره. یعنی ایشون میگه که مأمور خرابی پوزیشن که هست، که عملا هست، یعنی به مجامع بین‌المللی و حقوقی جهان ثابت میکنه که پوزیشن اعتباری نداره. نامه می‌نویسه برای جلال خامنه ای. اگر تو به پوزیشن هستی و مخالف شد چرا به ایشون نامه می‌نویسی؟ بله، همین کار رو رجوی هم کرده بود، نامه نوشته بود به رفسنجانی و خامنه ای. آقای نصر احمدی، هفته آینده جمعه با شما خواهیم بود، همین ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا. سه سپاسگزارم. من خسته کلام، من چون مفصل رفت بحث و سر تظاهرات و این جریانی که 8 روز 7 روزه در ارتباطات اجتماعی میبینیم، من فقط یک پرسش دارم آقای سوربی، صدا میکنم در این زمینه از داری فکر کنم بفهم مخالفت من با رهبران سیاسی از چه هست. یک جمله بیشتر نیست آقای سوربی، شما حتما در برنامه‌تون این مطلب رو گسترش میدید و خودتون هم پاسخ میدید. وقت محال محال نیست، گیریم از آسمان ملائکه ها آمدند کمک ما و اسرائیل هم آمد جان جمهوری اسلامی رو گرفت، جمهوری اسلامی رفت، به خود جمهوری اسلامی گفت من رفتم ارمد زیاد. آیا تظاهراتی که هست، لیدرهایی که پنهان مجازی هستند، آیا به ملت ایران میتونن بگن که چی میخوان، چه رژیمی به جاش میده؟ این سوال رو صدا میکنم، پرسش رو از همه همیهنان بکنید. خود شما در این زمینه توضیح بدید، خود شما هم در این زمینه از مردم سوال بکنید و خود شما هم صدا میکنم پاسخ بدید. من مشکلم با رهبران سیاسی در همین یک جمله است، به همین جهت آمدم گفتم آقا یه نظام پارلمانی میخوام مثل ممالک نیمه خوشبخت دنیا، اروپای غربی، امریکا. اگر اون مؤسسان پادشاه پارلمانیش کرد خب بابا، اگر جمهوری پارلمانیش کرد بازم با فرقی نیست، فقط پارلمانیش
پارلمانی باشه، ولی جمهوری که مترقی بره امیدوارم مؤسسان آینده که من نظر ندارم البته چون جهتگیریم شون وقت، امیدوارم جمهوری بیشتر مداقی زیندیشون باشه. یعنی نظر شخص من در اینه با توجه به فرایند تاریخی هزاران ساله و بیرحمی هایی که پادشاهان ما کردند. آقای احمدی به نظر شما شبیه چه کشوری؟ شبیه فرانسه، شبیه آلمان، شبیه چه کشوری فکر میکنید؟ یا دوست؟ بله آقا شروع خوب شده شده فرمودید. ببینید اگر جمهوری پارلمانی بشه خود شما شبیه رو فرمودید، شبیه فرانسه، شبیه ایتالیا، شبیه اسرائیل، شبیه هند، شبیه پرتغال و شبیه امریکا. اگر پادشاهی پارلمانی شد شبیه هلند، شبیه بلژیک، شبیه اسپانیا، شبیه انگلستان، شبیه دانمارک، شبیه سوئد. اما همین الان عزیزم جناب سربی، نه ملت ما ملت سوئد است. پادشاهان ما اگر صد مطلق هم تعهد پارلمانی بدهند نه پادشاهان ما پادشاهان سوئد خواهند بود. شیشه خورده خودشون دارند، دقل دوزی ها و تقلب های خودشون هم دارند. اما خب گام نخست رفتن به سوی خوشبختی در جهان امروزه برای نظام حکومتی و قانون اساسی فعلا تا امروز، سای فردا چیز دیگری شد. تا امروز در این 300 سال تاریخ بشر نظام پارلمانی های سربی بهترین نظام حکومتی دنیا است. راه ملت ایران هم راهی جز خوشبختی برای نظام پارلمانی راه دیگری نداره. بسیار ممنون. اگر متنبی بیاد اخیه خودش میخواد بیاده کنه، چون ایدولوژی هست. اگر مشروطه بیاد ولا فلا بدتر از گذشته، اون وقت قانون اساسی فاسدش رو پیاده میکنه. اون وقت مشروط خواهان هم اینقدر عقده‌ای شدن و کینه‌ای شدن آقای سربی و در جمع کردن مال اینقدر حریصن که به حساب نداره. خیلی بدتر اگر چریک بیاد که مملکت با چریک که نباید بچرخه، اگر مملکت بیاد که راهکاری با راهکاری که نباید بچرخه. بنابراین نظامی که بی‌طرف، بی‌جهت، بی‌غرض، بی‌نظر و ایدئولوژی درش نیست و جهان امروزه یه نیم نفسی از خوشبختی و راحتی و رفاهیت می‌کشه و آزادی در جهان اروپایی امروزه و اسکاندیناوی و امریکا نظام پارلمانی هست و بخیلی من راه حل نجات ایران جز از نظام پارلمانی راه دیگری نیست. بسیار ممنونم. به امید اگر همیهنان گرامی از شما پرسشی پرسیدن یا خود شما مسئله‌ای دارید، سوالی دارید، من دوست هستم خداحافظی کنم. من از شما خداحافظی میکنم. هفته آینده جمعه با شما هستیم. به دوستانتون بگید که با من تماس بگیرم. من دیدم امروز صفحه فیسبوک شما رو مثل که بستن. من کمک میکنم باز کنید. دو تا صفحه، یکی برای خودتون شخصی، یکی هم برای سازمانی که با دوستان هستید. مرسی. در پیشگاه ملت، در پیشگاه میهنان گرامی از شما به نهایت و بی نهایت سپاسگزارم. تشکر از این همه. من متاسفانه چون امکانات مالی برای جبه نیست در شرایط کنونی و دوستانی آمده سرافین برای زدن کامپیوتر رو انداختن، مدت کوتاهی هم اتفاقا بسیار اکتیو و فعال کار کرد و به ناگهان دست به شکل دیگری شد. الان خود شما فرمودید ما وقتی میخواییم دوست کسی نباشیم ذات ایرانی میشه دشمن. این خرید بده، این خیلی بده، این درسته، این بده، این اخلاق زشت همیهنان من هست. خب باسته باشم اون فشارهای تاریخی آبا اجدادمونه و اینی که متاسفانه الان شرایط ما کامپیوتری در دسترس نداریم. اگر همیهنان و یاران همراهی بکنن و جبر دوباره رو اندازی کنن بیگمان کامپیوتر کنارش خواهد بود. اما از دلی که این رو بیفرمایید از شما، شخص شما، من در پیشگاه مردم سپاسگزاری میکنم. نهایت ممنونم از همیهنانم، خداحافظی میکنم تا جمعه آینده که با شما و جناب سربی با شخص شما در گفتگو خواهم بود. بسیار ممنون. آخر هفته خوبی داشته باشید. سپاسگزارم برای شما، برای همیهنان گرامی. هفته های خوب، سالیان خوب آرزومندم با بارقه گل های ایران، بهار ایران، تابستان پاییز و زمستان ایران و دیدار خویشاوندان و میهن به غریب دل آواره در وطن باشد. هیچ جای جهان وطن نمیشه آقای سربی. خدا نگهدار، روز خوش. نخواستم با اندو خدافزی کرده باشم. امیدوارم این قدرت خلاقی دینامیک فعال برای بهسازی آینده ایران به کار گرفته بشه. بسیار ممنون. شما خدا نگهدار. امید دیدار. مرسی. دوستان عزیز، با آقای دکتر نصر احمدی بودیم. شماره تلفن ایشون هست 818 که اریا کد کالیفرنیا هست 201 57
59. اگر هم یه وقت یادتون رفت فراموش کردین، شما هم مثل من کم کم دارید پیر میشید یا خیلی شماره تو مغزتونه، از من بپرسید بهتون میگم. 818 201 57، سال انقلاب ایران، 79 سال انقلاب ایران به انگلیسی. و اما اجازه بدید که مینا خانم لطف کرده یه شماره تلفنی فرستاده، نوشته آقای سوربی ببینید ما ملت چقدر بدبختیم. قبل از اینکه ایشون این شماره تلفن رو بنویسه، پریشب یکی از بانوانه که من میشناسمشون و ایشون هم طرفدار ترامپ نبودن و حالا میگن مثل که ترامپ واقعا میخواد ایران رو حمایت کنه، متاسفانه تماس گرفتن و گفتن که آقا شنیدی ترامپ یه شماره تلفن گذاشته که شما زنگ بزنی بگی من چه حکومتی میخوام. واقعا ننگ و نفرین بر من و شما که بورم حقیقت رو اینجوری میپیچونیم، عوض میکنیم. شماره تلفن وایت هاوس که اونجا هست، شماره تلفن وایت هاوس که اینایی که نمیتونن صحبت کنن اونجا هست، چی بهش میگه تی تی وای هم چیزی که ما رو فعلا میتونیم، فاکسشون اونجا هست، هر کسی میتونه زنگ بزن. حالا من اینو به شما نشون میدم و من امروز زنگ میزنم به وایت هاوس، یک خانمی یک آقایی، معمولا دختر بچه ها پسر بچه ها میرن اونجا والانتیر به صورت داوطلب کار میکنن. اینی که شما میبینی یه نامه اومده آقای اوباما به شما گفته خیلی ممنون که با من تماس گرفتی، مهر اوباما امضا شده گذاشتن، هر نامه ای که رو یک از کاغذی پاره میکنه اینجوری میبینه حسن علی، اینو میده به کامپیوتر، آقای حسن علی نامه شما رسید، از شما ممنونم آقای اوباما، حالا آقای ترامپ. طرف قابش میگیره میزنه اونجا، آقا نگاه کن آقای ترامپ برای من نامه نوشته. بمان بذارید من اینو به شما نشون بدم و زنگ بزنیم ما به آقای ترامپ بگیم آقا ما یه حکومتی میخوایم مثل آمریکا که هر احمق شارلاتان پدرسوخته‌ای اونم بتونه رئیس جمهور بشه. این خوبه؟ یا بگم من یه حکومتی میخوام مثل آلمان که صدر اعظمش الان داره میلرزه از ترس و وحشت که یک احمقی در آمریکا داره دنیا رو به چالش جنگ جهانی سوم میرسونه. بعضیا میگن جنگ جهانی سوم شروع شده و تموم شده و جنگ جهانی چهارم. حالا هر کجایی که شما هستید بذارید من این مینا خانم اینو فرستاده نگاه کنیم با هم و ببینیم. نوشته این رو زمیمه رو نگاه کنید ببینید کارمون به کجا رسید. نگاه کنید دوستان، طرف نمی‌نویسه این شماره تلفن وایت هاوس، تماس بگیرید تشکر کنید ببینید چی نوشته. حالا یا اون یکی دیگه ای که برای من فرستاده بود که آقای ترامپ یه شماره تلفن گذاشته برای ایرانیا، گفته بگید که ما چه حکومتی میخوام. بله این نوشته دوستان شماره تلفن دفتر ریاست جمهوری آمریکا، از هر کجای دنیا میتوانید تلفن بزنید و از آنها بخواید کاری کنن، خیلی خوب و مؤدبانه میپذیرن و با ما صحبت میکنن. جالب این آخریش زیرش نوشته یا علی. خب call the president، حالا ما زنگ میزنیم با آقای پرزیدنت، پرزیدنتی که خودش و خانوادش رو چنان به لجنزار دادگاه‌ها و شکایت و اینها کشیده و حالا هی دارن میگن آقا این اصلا نمیخواسته رئیس جمهور بشه، این میخواسته مشغوله. حالا نصف شب زنگ بزنید پیامگیره. اون چیزی که بهتون گفتم TTY یا TTD، این برای اونایی که نمیتونن حرف بزنن، اون تلفن‌های پایینه. وقتی که اونا رو به اصطلاح زنگ میزنید شما تلفنی دارید که میتونه با رمز به اصطلاح اینجوری مثل صدا میده مرسه و پایینش ویزیتور آفیس، شما اون پایین پایینی رو زنگ میزنید میگی من میخوام بیام وایت هاوس نگاه کنم. میگن آقا مثلا سال 2019 سه شنبه 20 مثلا فوریه بیا، هر کسی میتونه بره. اصلا اینجا وایت هاوس رو میگن خونه مردم. حالا یه نفر که میره تو وایت هاوس میاد، این عقب افتاده مثلا سینا حمزه‌پور
میاد میگه من مشاور ارشد ایرانیان هستم. آخه احمق، تو وقتی میگی من مشاور ارشد ایرانیان هستم یعنی ایرانیان تو رو انتخاب کردن گفتن برو با ترامپ صحبت کن. ولی اگه بگی من مشاور ارشد ترامپ هستم اون موقع درست‌تر میشه، چون ترامپ یه آدم بی سواد شارلاتان پدرسوخته ایه، یه مشتی دلال و پا انداز و کارچاکن مثل تو رو دور خودش جمع میکنه. در صورت این شماره تلفن مشغول، شما وقتی هم زنگ بزنی یا میره رو پیامگی مسیج میذاری، بعد یه خانم جوان این شماره رو گوش میکنه. حالا ماکسیموم آقای ترامپ امروز نشسته داره کنتاکی فراید چیکن میخوره، گوشی رو برمیداره. من بهش میگم آقای ترامپ لطف کنید آخونده رو امشب بکن بیرون. اونم احمق دیگه میگه اوکی. آقا یه حرفی زد، همه دولتش بهش گفتن مردک تو نمیتونی رو توییتر بیای به مردم ایران بگی برید بریزید من به زودی میام اونجا. گفته بود به زودی یه کاری میکنیم. بچه‌م اون پنس احمق‌تر از این، اون کسی که میگه من با زنم نمیدونم، میگه من با هیچ کسی نمیتونم مهمونی برم که اونجا یک زنی باشه و اینها، حتما با زنم باشم. یعنی این به خودش هم اطمینان نداره، میترسه اگه بدون زنش باشه بپره رو زن مردم. اینم آقای پنس مذهبی. در هر صورت این شماره تلفن 202 یه بار دیگه هم نشون میدم، حتما زنگ بزنی، حتما از ترامپ بخواین نجاتتون بده. داشتم برنامه این محمدی دیوانه رو نگاه میکردم، احمق میگه به ما فرمان دادن. این یا فکر میکنه مثل شاه ماموریتی برای وطنم از خدا داره فرمان میگیره، یا اینکه لابد همون میگه 1,000,000 پول دادن با یه کسایی مثل ترامپ و فلان، اینا در ارتباط نیستن، میخوان این به اصطلاح چی رو اشتباه رو تو مغز شما درست کنن که بله ترامپ به من گفته. تازه ترامپ به تو آقای حسینی، محمدی حسینی چه من نمیدونم، محمد حسینی به تو گفته که مردم برن خیابونا رو آتیش بزنن. خب رفتن آتیش زدن. به قول آقای نصر احمدی فردا اصلا جمهوری اسلامی امروز نماز جمعهش خوند و گفت این نماز ختم مونه، نماز مرده، همه مردن، سرشون گذاشتن زمین مرد. کدوم یک از شماها، کدوم یک از رهبران شما آقای موپارسی که الان 13 سال تظاهرات رئیس جمهور نمیدونم رهبر مجاهدین نیست، آقای اونی که طرفدار رضا پهلوی هستی، کدوم یک از اینا گفتن ما چه برنامه‌ای داریم چجوری می‌خوایم بریم؟ آخه والا من نمیفهمم. به دیوونه هم فکر کنم بیشتر میشه اطمینان کرد تا من و شما. من این شماره رو بزرگ می‌نویسم که یه وقت شما خدای نکرده نکنه به خاطر اینکه کوچیکه زنگ نزنید. بله کال د پرزیدنت بفرمایید، کامرا 3 حتما زنگ بزنید 202 456 1111. این 1111 میدونید اینجا مثلا زن رئیس جمهور رو میگن فرست لیدی، هواپیماشو میگن نمیدونم فرست یه چیزی هم بهش میگن، اینا رو میگن هلیکوپترشو بهش میگن فرست چاپر، همه اینا فرست فرست. و اما برای اینکه من دیروز تا حالا دیدم خیلی ها دارن به این خانمه فوش میدن ولی نمیفهمن، فوش به خودمون باید بدیم. نگاه کنید اینجا نوشته که اتفاقا دیدم سعیدم برای من فرستاده بود، شرم و ننگتان باد اهریمنان، فاتی کماندوی سایبری رژیم اسلامی آخوندی برای ارسال خبر دروغ جهت دلسرد کردن مردم. اینو شما داشته باش. ولی از اونوری فکر کن این خانم مای چند بهش حقوق میدن که نشسته این همه تلفن رو گرفته و داره رو تلگرام و این ورور به شما و به ایمش عقب افتادهای مثل علی ترابی و این کامران قادری، دیدم خیلی ها نوشتن کامران قاطری چون یه جایی داشته میرخصیده با همی زنهای هرزهی که توی ترکیه الان با اونا زندگی میکنه و حتما حتما این خانمش وقتی این برگشت باید یه آزمایش ایدزی ازش بکنه. شما به من بگید دوستان این خانم مای چند حقوق میگیره الا اینکه این برای باورش وایساده اونجا اینجوری کار میکنه، و الا اگه جلو من یه 4 تا تلفن بذارن بگن شما اینو جواب بده بعد بر اونو جواب بده بعد بر اونو جواب بده، میگم برو آقا دنبال کاره، من میرم یه جایی وای میسم کارگری میکنم، این مغزم اصلا سوت میکشه. الا اینکه اینا چی دارن؟ ایدئولوژی دارن، همون چیزی که آقای نصر احمدی گفت خطرناک. ببینید این خانمه بشمارید چند تا تلفنه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فکر کنم 20 تا حالا اون ورش هم دیگه نمیدونم جا خالی گذاشتن، 60 تا تلفن رو داره به شما بازی میکنه. شما میگید بریم خیابون پیروزی، میگه بله برید خیابون پیروزی،
تلفن از اون برم پشتش میبینی سیما وصله، از اون برم موتورسیکلتی میاد میگیرت. حالا تازه رفتیم خیابون فیروزی، خیابون پیروزی، چه خاکی میخواین اونجا بر سرتون کنید؟ فردا ما رفتیم با آقای ترامپ که احتمالاً فردا میره کمپ دیوید، چون ایشون حالا از گرمای فلوریدا اومده حالا میره کمپ دیوید، یه جایی هست تو مریلند میرن استراحت، اونجا دور هم جمع میشه. خب هیچ که اونجا نیست، شما میری جلو کاخ سفید، پلیسا وایسادن، شما هم شعار میدی، آقایون مجاهدین هم عکساتون میگیرن میبرن مجلس، ببینید ما چقدر طرفدار داریم، به ما پول بدید. مجلس هم دیگه شناخته همه رو، پول نمیده، میگه آقا هر کسی تو خیابون اسپانیشا میان برای اجازه کار و ساعت کارشون بشه ساعت 15 دلار، من میتونم عکس بگیرم بگم همه اینا دنبال اینن، دنبال مثلا آزادی هم، دنبال رهبری من هم. در صورت دوستان کارمون از این چیزی هم که سوربی میگه خرابتره. من اصلا باورم نمیشه که دیروز تا حالا مثلا این آقای مو پارسی چجوری میتونه بیاد روی صفحه عمومی که 9000 نفر دارن اینو نگاه میکنن، یا روی صفحه شخصی من که 5000 نفر ممکنه نگاه کنن، بنویسه که من نگران فردا نیستم، من 40 سال گذشته نگران بودم. آقا شما که 40 سال گذشته نگران بودی چیکار کردی؟ چیکار کردی به اینجا رسیدی؟ سازمان مجاهدین 50 سال از فرش، از عرش به فرش رسیده، الان هم دیگه فرش رو انداختن رو زمین که جنازه آقای مسعود رجبی پیدا نباشه. بابا از خودمون خجالت بکشیم، بگیم یه چیزی که می‌نویسیم اونی که میخونتش خودمونو بذاریم جای اونی که میخونتش چی فکر میکنه. گفتم یه کسی یه نامه برای من نوشته که آقا اسم من رو نگو فلان اینها، بعد اومده تو صفحه عمومی میگه که من همونم که بهتون نامه نوشتم و لطفاً اسم من نگید، اسمش هم نوشته. میگم آقا دیوانه ای، خودت به من میگی اسمم رو نگو، بعد اینجوری اسم میدی، بعدم چرا با من تماس میگیری؟ با کانون آبا تماس بگیر، ما بلد نیستیم. و اما بذارید یه زنگی بزنم به پاریس، ببرم شما رو پاریس و ببینیم که این دوست خوبمون که وقت گذاشته برنامه آقای ماساری رو نگاه کرده و بعد تماس گرفته چی میگه. شماره تلفنشون هست 33، باقیش دیگه بهتون نمیگم دلتون بسوزه. اینم این، اینم این، اینم این، و ببینیم که این آقا هستش نیستش. آقای ماسالی تماس گرفت گفت آقای سوربی یه دوستی از پاریس برنامه رو دیده و خیلی فحاشی کرده. تلفن متاسفانه، بذار من این چیزشو درست کنم، جواب نمیده. و این از این install now ready to install the latest. هر وقت میخوای یه برنامه رو استفاده کنی میگه الان یه آپدیتی داریم میخوای به روزش کنی. اینا واقعا نفهمیدن که آقا من الان میخوام استفادهش کنم، بذارید وقتی دارم میرم بگید میخوای، منم خاموشش میکنم، میگم بله میرم دنبال کارم، شما آپدیتش میکنی. یا دیدید این روزا میری توی یه سایتی هنوز نرفته میگی میخوای نظر بدی، آخه کوفتی مرض بگیری، من الان اومدم چه نظری بدم؟ تنها نظری که میتونم بدم بگم خیلی احمقید که منی که الان اومدم میگی نظرتون چیه. خب بذار کارام که انجام شد وقتی خواستم برم یه صفحه باز کن بگو خیلی ممنون که اینجا بودی، ما مایلیم نظر شما رو بدونیم. اونم من دوست داشته باشم 5 دقیقه وقت میذارم، نداشته باشم میگم برو go to hell. اوکی audio settings sound video audio میکروفون 2 1 2 3 4 حاضر، بله اسپیکرم این حاضر. و چرا تلفن ایشون جواب نمیده؟ هیچ جای تعجبم نداره آقای ماسالی که چرا اینها جواب نمیدن. اولا اینها اگه کسانی بودن که میتونستن با منطق صحبت کنن خب به شما زنگ میزد هر چیزی دلش میخواست. مثلا خانم فهیمه فروزنده، درست میگم؟ نه فروزنده نه، مقتدری، ما میشناسیم ایشون رو، همسر خانم دکتر مقتدری، آمده بود نوشته بود که اینهایی که سنشون مثل آقای ماسالی هست و ادعا میکنن 60 و چند سال به اصطلاح فعالیت کردن، به نظر من بهتره برن دیگه دنبال کار زندگیشون، چون نشون داده که فعالیتشون به جایی نرسیده. حالا بذارید ببینیم چه اینا چرا زنگ نمیزنه. اینجا نشون میده داره این بار درست شد، خدا کنه یه آدم مهربونی باشه بتونیم با هم واقعا مثل دوتا دوست، مثل دوتا ایرانی، مثل توی مهمونی با هم صحبت کنیم. سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم از آمریکا. اوه
Can you speak Farsi, Persian, Persia? نه من فارسی صحبت میکنم. بگید چی میخواییم بگید. حال شما خوبه؟ من زنگ زدم تشکر کنم از اینکه برنامه آقای ماسالی رو دیدید. بیشتر زنگ زدم از اینکه هزینه کردید با ایشون تماس گرفتید. نه ایشون خودشون زنگ زدن به من تماس گرفتن. من هیچ تماسی به ایشون نگرفتم. شما شیرازی هستی کاکو؟ نه من شیرازی هم نیستم. خیلی کار درسته. خب بگو ببینم ایشون که با شما تماس گرفت تو این همه پاریس شماره شما رو گرفت و زنگ زد بعد گفت چی؟ گفت برنامه من دیدی یا نه؟ آره. آها همین بگی ها بهتره. اون وقت شما آه. ها بگو ها بهتر بهتر میفهمی. میگم آه. اون وقت شما چی گفتی؟ گفتی برنامه تون رو دیدم و شروع کردی فرش خار مادر؟ به کی؟ به آقای ماسالی؟ ها به کاکو ماسالی. نه من فوش بدبیرا منتقلی که شما میگید نمیگم. من فقط میگم که تمام این گرفتاری و بدبختی هایی که ملت ایران گرفتار شدن و دروغ هایی که شما در مورد رژیم پهلوی گفتی ها. چه شما آقای سربی و چه آقای ماسالی، شما همتون مقصری، شما همتون دستتون به نوعی به خون آغوشته. دست من به خون آغوشته است؟ دست من اگه پسرعموی من علیرضا نوریزاده. پسرعموی شما آقای علیرضا نوریزاده است؟ پسرعموی پدر من. بله پسرعموی پدر علیرضا نوریزاده. اونم خب. دستش به نوعی به خون. خب بذار ببینم شما که اینجوری قضاوت وایسا تون حرف ببین. چون هنوز که هنوزم هست وایسا کاکو جون وایسا ای یواش برو با هم ما زنگ زدی. نه من یواش میرم، من سرعت ندارم. اوکی خب صبر کن. شما من ماشین فراری که سوار نشدم که شما ها ماشین اسمش فراریه. اسمش فراریه. نه فراری نه شما ماشینتون فراریه. آها اوکی وایس اول با هم صحبت کنیم. شما میگی دست من به خون آغشته است؟ بله همه تون چه چپا چه کسانی که دنبال خمینی افتادید سب کن دیگه. پرسیدم فهمیدم. اوکی شما تو ایرانی ها کیو قبول داری؟ چه کسی رو قبول داری؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی. خب من از شما یه سوالی میکنم، چرا وقت عزیز گرانبهاتو با این سربی جانی تلف میکنی؟ چرا تماس نمیگیری با آقای شازده رضا پهلوی بگی شازده که جونم فدات بشه؟ من یه استاد داشتم در دانشگاه میگفتش که باید کتابهای مخالف خودتون رو هم مطالعه کنید تا بتونید در موردشون ببینید چه من فکر میکنم. من فکر میکنم استادت خوب بوده ولی شما شاگرد خوبی نبودی. نه من هیچ وقت شاگرد خوبی نبودم. نه حالا دیدی چقدر خوب فهمیدم شما شاگرد خوبی بله، نبودی. بله، بله، ببین من بازم از شما ممنونم. فهمید که مردمو به ببین. گرفتاری و چوبه دار انداختی. آقا کاکو جون من از شما ممنونم. من زمان شاه طرفدار شاه بودم، بابامم طرفدار شاه بوده. شما اگه یه وقت شیراز اومدی، حال شیرازی نیستی ولی اگه بیای شیراز اونجا ما رو میشناسن. ضمناً بنده مأمور حکومت نظامی دوره شاه بودم. شاه شجاع شما وقتی ترسید و فرار کرد بنده تو شیراز وایسادم. فردای انقلابم رفتم هوابرد. آقای سرهنگ محمدی، آقای ببخشید اون موقع سروان بود، آقای سروان محمدی، آقای سرهنگ احمدی، اینها رو که مردم میخواستن تک تک کنن، من و کاظم آتشی گفتیم بابا جون اینا شما سرهنگ وکیلی رو میشناسید؟ صبر کن عزیز من. شما که شما که اسم اینها رو میارید سرهنگ وکیلی رو میشناسید؟ من قراره همه رو بشناسم؟ اگر شما اسم سرهنگ احمدی و سرهنگ محمدی و اینها رو میارید باید سرهنگ وکیلی رو هم بشناسید. اولا هیچ بایدی نداره. سروان محمدی فرمانده گروهان من بوده، سرهنگ احمدی که فرنودی احمدی بوده فرمانده هوابرد بوده. من چه دلیلی داره که آقای وکیلی رو بشناسم؟ نه پس شما دارید یک مقداری در یه جایی یک اشکالی وجود دارد. اشکالش اینه که سرهنگ وکیلی دکتر بود و در همون قسمت هوابرد و نیروی زمینی و اینها و خب من مریض نبودم که برم پرو دکتر. مسئله مریض بودن نیست، مسئله این هست که ببین کاکو من نمیخوام ببین افرادی رو میاری. ببین آقا این افراد آقا با این شخص 24 ساعت در چیز بودن. آها آقا تو در همون حکومت نظامی در تماس بودن. آها خب من که کاری نبودم که با اینا
در تماس باشم. شما اصلا گوش دادی من چی گفتم؟ من تا گفتم گفتید که شما همه اینا رو نجات دادید. همه رو نگفتم. ای ببین من کی گفتم؟ دوستان نگاه کنید، این آقا بهتون گفتم اگه به درس معلمش گوش داده بود. من کی گفتم همه؟ گفتم دو نفر، سروان محمدی که بعدم رفت جنگ، بعدم پاش قد شد، شد سرهنگ، و سرهنگ فرنودی که پسرش هم اینجاست و وقتی هم اومد اینجا خیلی هم با هم خوشو بش کردیم. ولی حالا وایس کاکو جون با هم یه کمی صحبت کنیم. اولا سرهنگ فرنودی که در آلمان هستن؟ نه نه، احمدی فرنودی فکر کنم هنوز هم تو ایرانه. اینا اینا ترکن، بعضیا به عنوان سرهنگ احمدی میشناسن چون بعضیا به عنوان سرهنگ فرنودی. ولی من یه چیزی از شما میپرسم، شما که به یه نفر که امروز داره انتقاد میکنه میای میگی این خب قبل از که بخواید سوالی بکنید بذارید من یه چیز بگم. ولی به خدا لهجت شیرازی ها، در مقام چپ هایی مثل شما یک چیز روال هست. آقا من اصلا چپ نیستم، من بدی نکردم، فقط در پایان نام صحبت هایی که آقای ماسالی میکرد گفتم شما ها انسان هایی هستید که به جامعه ایران خیانت کردید و آغشته به خون هستید. بابا بیچاره کجاست به بدگویی و وابسته میشه؟ ببین آقای ماسالی که خودش نه نه، پس چرا دروغ میگید آقای سوربی؟ من دروغ نگفتم، من دارم حرف آقای چرا دارید دروغ میگید؟ چون چیزی رو که من نوشتم الان در صفحه فیسبوک من هستش، میتونم از دوره بزنم پایین تلویزیونتون. اینه شما اگه بزنم پایین تلویزیونتون. عزیز من، من میخوام قطعت نکنم وقتی رفتی به حرف بزنم، بعد پس به خاطر همین بهم اجازه بدی حرف بزنم. من که خبر نداشتم آقای ماسالی زنگ زده پیام گذاشته برای من، شماره تلفن شما رو هم گذاشته، گفته آقای سوربی من نمیدونم چرا این آقا فوش میده. منم برایش نه ایشون من به ایشون هم هیچ بدگویی نکردم، چون من ایشون رو حتی از طریق دکتر گنجی میشناسم، دکتر منوچهر گنجی. آها. ایشون آمد در پاریس، حتی ما از ایشون پذیرایی کردیم. خب. من ایشون هیچ گونه به چیزی ندارم، فقط حالا من به حالا یه چیزی حتی به دکتر شما گنجی هم گفتم اینها دستاشون به خون آغشته است. عزیز من گفتن بله، ولی در عزیز من آخه یه چیزی با همه راه بریم کاکو جون، شما یه چیزی یاد بگیری، هر کی از راه رسید هی بگی دستت به خون آغشته است، که این که میشه خمینی؟ دستاتون به خون آغشته است. ممنونم. خدافظ، هفته آینده بهت زنگ میزنم. من باید برم. خدافظ. من هفته دوستان میبینید اینا رو میبینید، میگه من مهمون نواز آقای ماسالی بودم، اینا میان یه جایی رستورانی داره شامی میده، من فکر میکنه که فردا اینا یه کاری میشن، اینا میرن دنبالش. آقای ماسالی اگه شما برنامه منو میبینی اصلا بذارید من پیام آقای ماسالی رو بذارم و شماره تلفن این آقا رو هم میدم، شما باهاش تماس بگیرید. اولا به نظر من ایشون شیرازی میمد، اگه کسی شیرازیه و خجالت میکشه بگه من شیرازیم خیلی خره، چون شیراز فارس اصلا برید سابقه شو بخونید، کمتر با عربا بوده، کمتر مورد تجاوز قرار گرفته. حالا بگذرد، ما اینجا نمیخوایم تیکه شیراز به شما بفروشیم. ولی ببینید این آقا، من میگم آقا من وقتی که سرباز بودم زیر دست سروان محمدی بودم و سرهنگ احمدی. میگی شما سرهنگ وکیلی میشناسی؟ میگم نه نمیشناسم. میگه پس دروغ میگی. ببینید اینا اینجوریه، نیاین بگین چرا این خمینی و چهار تا دوستش آدم ها رو اعدام کردن. اینی هم که هنوز ما حرف نزدیم فقط میگی من تو دانشگاه، استاد دانشگاه به هم گفت برو کتاب های مخالف رو بخون، که نرفته، قول دیدم دانشگاه رو هم تموم نکرده. وقتی من بهش میگم نمیگه من اسمم کیه، شیرازی، اگه میگه من نیستم نخه شیرازی نیستم، من مال کوارم، مال کفترکم، مال فیروزآبادم. بعضی از اینا نمیدونن که آقا فیروزآباد بزرگترین شهر دنیا بوده. بعدم اینجوری به هر کی میرسن آقا شما دستت به شما چپی، شما کمونیستی، میگم آقا من اصلا نه چپ بلدم نه راست بلدم. من وقتی هم میگن دست چپتو بیار بالا، میام این، میگن نه اون چپ دیگر رو، اینو میارم بالا. چی میگی مرد حسابی؟ نشستی برنامه ها رو نگاه میکنی، یه چیزی یاد میگیری، میخوای چی کار کنی؟ میخوای آقای ماسالی رو محاکمه کنی تو این سن؟ ایشون 67 سال فعالیت سیاسی و نظامی کرده، به چه جرمی؟ به جرم این که شاه نگذاشت اینا کتاب بخونن و اینا فکر کردن یه کتاب اگه بخونن قهرمان شدن، به جرم این که بلند شده جوانیش رفته تو کوههای فلسطین و لبنان و اینها اسلحه وارد کرده، به این جرما میخوای بکشیش؟ خب برو بکش.
منو میخوای به چه جرمی؟ آغشته به خون. حالا خیلی خوشحالم اقلا نگفت دستتون به خون آلوده است، چون خیلی ها هستن دانسته و نادانسته می نیستن دست فلانی به خون جوانان آلوده است. مگه خون جوانان کثیفه که دست اینا آلوده بشه؟ آغشته بله درست. مرد حسابی، ما هر کدوم حق داریم یه زمانی با یه جنبشی باشیم، حق داریم وقتی فهمیدیم این جنبش رئیسش آقا رضا تنبله که دو بار شما رفتی بنویسی سوربی و رضا پهلوی، ببینی سه بار من یقه اینو گرفتم، یقهش اینجوری نگرفتم ولی جوری یقهش گرفتم که دهنش خوش میشه آب میخوره. ازش میپرسه آخه مرد ناحسابی تو چی هستی؟ بعد مرد ناحسابی که از پاریس زنگ میزنی به آقای ماسالی، حالا دروغ میگی آقای ماسالی به من زنگ زده، گیرم که آقای ماسالی به تو زنگ زده، میگی من اینجوری فحش ندادم، من یک کم دربری گفتم. اصلا زندگی تو دربریه. حالا همه اینا رو گفتم، اگه خواستی هفته دیگه یا دوشنبه یا چهارشنبه مهمون من باش به دو سه تا شهر. اولا قرص فشار خون تو بخور، اگه جاهای دیگه هم فشار داره اون قرصا رو هم بخور، آروم که شدی میای اینجا. شما 3 دقیقه که حرف میزنی ساکت میشی، من 2 دقیقه حرف میزنم. اینم چی؟ به احترام اینکه شما مهمون برنامه هستی، تا ببینیم دردت چیه، تا ما به مردم نشون بدیم دوستان طرفداران رضا پهلوی از خودش خرترن. اون مردک 4 روز 5 روز نشسته اصلا پیداش نبوده، وقتی هم اومده نه برنامه ای، نه دعوت به تظاهرات، نه چیزی. مجاهدان مرده رو از زیر خاک زنده کردن به یه اسم دیگه میگن بیان فلان. این آقا تو پاریس افتخارش اینه که به دکتر گنجی گفته دست این آقا به خون آغشته است، اونم گفته آقا حالا میخوای چی کار کنی؟ حالا که امروز این یار ماست میخوای این یه یارم از ما بگیری؟ دوستان اینا طرفدار رضا پهلوی، منطق رو دیدی؟ شاهی که مسئول 3 نیرو بوده، 3 قوه بوده، 3 بارم فرار کرده، اون بیگناهه. منی که خدمت وظیفه انجام دادم مجانی، ما دستمون به خون آغشته است، به خون عمه تو آغشته است. آخه مردک خجالت بکش. شما اگه توی مهمونی باشی جرأت داری به من همچی حرف بزنی؟ من نمیخوام بگم آدم گنده‌ای هستم، آدم لاتی هستم، تا تو حرف بزنی یقت میگیرم، ولی چون شما رو میشناسم چه آدمای هستین، ترسو هستین، تا صحبت میکنین دندون مصنوعیتون میفته بیرون، کف چیل میارین چیلتون کف میکنه و فلان اینا، یا به قول شیرازی کف میکنه. آخه چرا وقتی پشت تلفنی این چید ول میشه، چی میگن افسارت ول میشه، زنگ میزنی بگو آقای ماسالی افرادی مثل شما بودن که فکر کردن بلدن، بلد نبودن، ما رو به این روز انداختن و شماها باید در دادگاه های عادلانه چیز بشین، محاکمه بشین. تو قاضی هستی؟ تو که نه جرأت داری اسمتو بگی، نه جرأت داری فامیل تو بگی، نه جرأت داری کجایی بگی، فقط افتخارت اینه که نوریزاده پسر عموی آمیزای گند باباته، تازه خود نوریزاده عربزاده است، مذهب نورانیه. برو آقا مصاحبه منم با نوریزاده نگاه کن و نشستی برنامه رو داری مجانی نگاه میکنی، نه ازت پول میخوان، نه ازت با زنجیر بستنت که بیای بشینی نگاه کنی. و اما خب این یکی بود. ببینیم که دوستان دیگه. سربی بهرامی هستم، الان آمدم، دمت گرم. بله این آقای بهرامی دوستان دنبال یه آقای دکتر بهرام بهرامیان میگرده که من 2 ویدیو هم ایشون فرستاده توی فردا صبح، اینا رو ضبط میکنم و در طی این ویکند و چند روز آینده پخش میکنم. یه دکتری به نام دکتر بهرام بهرامیان با آقای فروزنده مصاحبه کرده. خیلی متاسفم که آقای فروزنده با این همه ادعا، با این همه سابقه کار، یه وقت میبینی شما سابقه کار داری یه چیزی رو بلد نیستی همینجوری ادامه میدی، ولی یه وقت میبینی ادعا داری، با این همه ادعا یه مصاحبه کرده که صدای اون طرف اینقدر بد بوده. من وقتی با آقای نصر احمدی با این تلفن مصاحبه میکنم باور کنید خجالت میکشم که شما اونجا صدا اینجوری قققققه بشه. چه کار میکنم؟ این که بهش عینکمو پاک میکنم میذارم رو این، یه فیلتر درست میکنم. دیدید اینایی که میرن بیرون گزارش میدن؟ شما دیدید اینایی که این گوشی و میکروفون، اینو نگاه کنید، یه تیکه ابر کوچولو، اسپانج کوچولو رو اینه. چرا؟ برای که وقتی این نزدیک دهنت پپ پپ پپ، اصلا بهش میگن پپ یا پاف فیلتر. اینا رو بلد نیستن. زنگ زده وقتی استاد دانشگاه رو گرفته
ولی برای اون آقای چیز اسمی یک اصفهانی در پاریس نوشتم آقا مسابقه خیلی خوبی بود، شما هم زحمت میکشید، ولی آقای فروزنده واقعا خجالت آوره بابا، این روزا که این میکروفون دونه 5 دلاره، میکروفون نمیدونم بهترش 40 دلاره و شما ها میخواییم بریم. بله دوستان یه چیز جالب براتون بگم، یه آخوند جوونی تماس گرفته با من، امیدوارم اقلن اینشون که طرفدار پادشاهی بوده و حالا میگه من برنامه های شما رو نگاه کردم، برنامه آقای احمدعلی مسعود انصاری رو نگاه کردم و دیدم که آقا همین سیستم پادشاهی و پهلوی بوده که آخوندها رو در دفتر خودشون در کاخ خودشون پرورش دادن و اینا رو انداختن به جون ما و رفتن و میگه من کاری به اونا ندارم. ولی بهش میگم آخه چجوری شما میگی من آخوندم؟ احتمالاً آخوندی تو از کجا گرفتی؟ از حوزه علمیه قم گرفتی یا حوزه علمیه مشهد یا هر جا؟ آخوندها بهت این درجه رو دادن. اگه شما امروز برعکس اونا حرف میزنی مثل یک کسی که تو پادگان کودتا کرده باشه. بعد بهش میگم خب بیا صحبت کن، میگه حالا من ببینم میتونم چون از ایران تمام. میگم آقا تو این همه برنامه داری، این همه بله شاید از کانال 4 دیده باشید یا فضای مجازی حتما با برخورد داشتی که ایشان انتقادات و صریحی به حکومت و سینما آقا صادقی. ببین دوست عزیز من خوشحال میشم با شما مصاحبه کنم، بعد به این علاقایی که طرفدار مجاهد هستن و طرفدار شاه اللهی هایی که میگن ما مأمور جمهوری اسلامی، به اون آخونده بگو آقا من میخوام با مأمورتون مصاحبه کنم. عجب بدبختی ما گرفتاریم، یه احمقی نمیاد یه کاغذ به دست ما تکلیف اون بدونیم مأمور جمهوری اسلامی هستین یا مأمور بمانه. دستم ممنون و متشکرم، ولی بذارید امروز این خبرها رو ما به یه جایی برسونیم. ما نیم ساعت وقت دادیم با آقای دکتر نصر احمدی، خیلی از این بابت خوشحالم، اگر دلخوری هست امیدوارم برطرف شده باشه و هفته آینده ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون هستیم. دوستان اگه کسی مایل هست برنامه‌های آقای دکتر نصر احمدی رو حمایت کنه، الان دیگه آقای چمنارا و دیگران نیستن، با من مستقیما تماس بگیرید یا با خود ایشون تماس بگیرید و حمایت کنید. شماره تلفن ایشون هست 818-201-57-79 ببخشید. اون سیستمایی هم که تماس بگیره بگه آقا من به سوربی پول دادم و اینا، دیگه آقای احمدی یاد گرفته، بهش گفتم یه سری مادر خرابای هستن که این کارو میکنن و شما نگران نباش، بنده اینجا منتظری نیستم 50 دلار 100 دلار شما بالا بکشم. اگه یه نفر پول داد به شما زنگ میزنم میگم این آقا 100 دلار داده، ازش تشکر میکنم. در رابطه با پول دادن و حمایت شد، اجازه بدید من از آقایی به نام میلاد تشکر کنم و اون دوستی که با اسم مستعار به اصطلاح به من گفت که یک کمکی به شما خواهد شد و امروز 30 دلار میلاد لطف کرد و فرستاد، از ایشون ممنونم. از آقای احمد آقا از فلوریدا ممنونم، از دوستان دیگه ممنونم. شما میتونید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، شما میتونید ویدیوهای مورد علاقه خودتون رو از تلویزیون مردم پخش کنید. و اما یه نفر از آلمان زنگ زده ساعت 12:18، ببینیم کی است و چی میگه. 33 ثانیه صحبت کرد. آقای صوفی سلام، من جابر هستم. خیلی سپاسگزار از همه فعالیتاتون، میخواستم چند کلمه ای صحبت بکنم، اگر که امکان پیدا شد لطفا تماس بگیرین، ما در خدمت هستیم. در مورد جنبش مردم ایران امروز مسائلی هست که به نظر من باید از این ابزارهایی که وجود داره و پیشرفت هست مثل تلویزیون شما استفاده کرد تا اینکه این مسائل رو به میان مردم برد. خب انتون برم تا بعد. بسیار ممنونم آقای جابر، بهترین راهی که شما میتونید با من صحبت کنید همینه، 2-3 دقیقه پیام بذارید بگید چیه. یه دوستی به نام نوشیروان حاتم 2 نوشته جناب سربی، حالا میخواهید وقت برنامه را با این حرفها حرام کنید؟ چرا به مشکلات امروز کشور نمیپردازید؟ آقای نوشیروان زنگ بزن عزیزم، بیا شما بپرداز. من نمیدونم عزیزم، من 32 سال از آلمان بیرون، از ایران بیرونم. مشکلات ایران گرونی هست، مشکلات ایران نبود آزادی سیاسی و اجتماعیه. بعدم وقت برنامه‌ای که مال خودمه من حروم میکنم، یه مرغی رو آوردم میخوام سرشو ببرم مرغ پلو درست کنم، بلد نیستم، سرشو بد میبرم حرومش میکنم. شما نخور عزیز من، شما برو دنبال کار زندگی، برو جایی که وقت تو حروم نمیکنن. این سید محمد سید
والا نمیدونم آخرش هم اسمش چیه، سید محمد حسینی هست، مثل بوکسورا دماغش اینجوریه، این فکر کنم یکی بوکس زده تو دماغش، مغزش هم تکون خورده. برو برنامه های اونو نگاه کن، میگه برید آتش بزنید، بهش فرمان دادن، من چی بگم که مورد خوشایند شما باشه؟ اینجا بنویس من برات میخونم، این زیر بنویس آقای نوشیروان حاتم دو، اون حالا حاتم یک و حاتم بدون صفرش چی شده، شما حاتم دو هستی، بنویس ببینیم چی میگی. ها میخونیم برای من آقا، بدبختان مردم از گرونی از گرفتاری آمدن جنبش کردن، همچین که میخواست منسجم بشه ترامپ نادان احمق با این حرومزاده نتنیاهوی جنگجو که دیوانه جنگیه، و برید ببینید تو خود اسرائیل برای پنیر و اینها چه تظاهراتی رو انداختن، اینا آمدن خرابش کردن. چجوری خرابش کردن؟ یک چی میگن، یه بهونه ای دادن دست آخوندا که اگه آقا نوشیروان داداشش تو ایران باشه، بهش گفته باشه به جای من برو تظاهرات، من بهت پول میدم، چون خودمون که نمیریم، ما ترسو هستیم، تظاهرات هم یک کسی رو استخدام میکنیم. بعد این که میخواست بره، حالا رو اینا گرفتن میگن آقا نگاه کن، نگاه کن رادیوهای خارجی با فارسی حرف میزنن، نگاه کن نتانیاهو اومده با فارسی پیام میده، نگاه کن این احمق ترامپ. چی بگم آقای نوشیروان؟ چی نوشیروان حاتم؟ بنویس اینجا چی بگی. دوستان من یکم صبر میکنم، منتظر این آقای نوشیروان حاتم میشم تا اینجا بنویسه. بله، دوستی نوشته سربای گرامی برنامه‌ات بیشتر از همیشه عالی بود، به خصوص صحبت شما با دکتر نصر احمدی، فقط خیلی جوش نزن و سلامتی خودت رو به خطر نینداز، در ضمن کمک مالی از طرف من بوده نه میلا. مرسی، ممنونم. یه دوستی داریم اسمش ببوه، ببو میدونی که چیه، اتفاقا یک گزارشگری اومد اینجا فیلم برداری کنه، هندیه و اسم اون ببوه، بهش گفتم که میدونی ببو تو زبان ما یعنی چی؟ گفت که نه. گفتم کسایی که منتالی عقب افتاده هستن و اینها بهشون میگن ببو. این اسم دوست ما همینه، ببو، ببووند، و میگه که اون کمک مالی از طرف من بوده و من خوشحالم، خیلی ممنون. چرا خوشحالم که شما حتی به دوست تماس گرفتی، خواهش کردی که اون کمک کنه. بیشتر خوشحالم که یه دوستی شما رو قبول داشته $30 برات پرداخت کنه. چرا؟ همین آقای هوشنگ رادخو، اون آقای سعید قهرمانی، چند تای دیگه شون میخواستن یه برنامه بذارن اینجا، ما بهشون گفتیم آقا ما برنامه $200 رو به شما، چون طرفدار پادشاهی هستی، گوش کنا، چون طرفدار پادشاهی هستی و مخالف من هستی، من شعار نمیدم جانم فدا میکنم که تو حرف بزنی، پول را فدا میکنم، به شما میدم $50 بیا حرفتو بزن. حالا شد شاه به ننم گفت، ننم به شاه گفت، رفت آقا من بگم به اون آقای سعید قهرمانی، سعید قهرمانی آقا ما اینجا کردیت کارت نداریم، آقا اون یکی گفته فردا میره دم نمیدونم گداخونه وای میسه. حالا ببین این زنگ زده، این چی کرده. خب آقای حاتم دو هستی یا در رفتی؟ دیدی اینجا خبری نیست. در صورت دوستان عزیز، یه دوست قدیمی دارم که از زمان این که حتی من دانشجو باشم، شاید هم موقعی دانشجو بودم، با این دوست اون بودم، آقای احمد علی آفرینی، و هم خودش هم داداشاشو میشناسم، آدم های زحمتکش، و امیدوارم یه فرصتی بشه بتونیم با هم یه گفت و شنودی داشته باشیم. و هیچ وقت یادم نمیره یه دفعه با کامیونی که داداش من داشت رانندگی میکرد، این یه پوتین بزرگ پاش بود، پاش رفته بود زیر، داشت گاز میداد، بعد میخواست پاشو برداره بذاره رو ترمز، درست میگم یا یادم رفته؟ و پاش گیر کرده بود زیر ترمز. دوستان یادتون باشه اگه این آبا رو میخورید، نوشابه میخورید، اینجوری نندازین این ور و بر، مخصوصا این ونایی هست که جلوش بازه، مینی ون یا ونای بزرگ، قل میخوره، قلط میخوره، میچرخه، میاد میره زیر ترمز. اون وقت شما وقتی میزنید ترمز، این زیر ترمز. یکی از این اتفاقا افتاد برای دوست ما، تصادف که الحمدلله با این احمد به خیر گذشت. خب این دوستمون آقای چیز نوشته، جناب سوربیر، آن پیام را زمانی نوشتن که شما داشتید در رابطه با پیام شخصی از اروپا درباره آقای ماسالی حرف میزدید. آقا من که نمیتونم هر چیزی تو مغز شماست اجرا کنم، شما بیا برنامه خودتو اجرا کن. و شما نوشتی اینو ولش کن بیا درباره مشکلات امروز کشور. من میگم آقا مشکل امروز کشور اینه که 57 سال
دو تا پادشاه داشتیم، یکیش بیچاره خودش گفت آقا من سواد ندارم، یه مشت آدم خوبی رو آورد گذاشت سر کار و اون اوائل خوب بود، دوستان بیاریم من بنویسم بهتون بدم، رضا شاه اون اوائل خوب بود، بعد قدرت و پول و ممکن حالا تریاکم بی اثر نبوده بدش کرد. این بد بودن اونایی هم که اربابش بودن گفتن آقا تو نوکر ما هستی، این کارا چی، بیبارو بیرون، کردنش بیرون. از اون بدتر پسرش بود. شما به من بگو کدومتون حاضرین تو شرکتی که باباتون کار میکنه باباتونو با بی آبرویی میندازن بیرون شما بری اونجا کار کن؟ محمد رضا پهلوی این کاری کرد و 20 سال اون 37 سال هم این 57 سال دوتا پادشاه پهلوی چقدر پوز میدادن چوسی میمدن که ما ایرانونو مدرن کردیم، ما خیلی پیشرفت کردیم، اومدن ملتی ساختن که الان شما میگین این ملت احمق بود رفت آخونده را آورد، ملتی ساختن که تو کره ما خمینی رو دید. خب چی بگم من؟ حالا این ملت 40 سال زیر دست آخونده بوده، الان دیگه خدا را هم قبول نداره، میگه آقا من از خدا بیشتر میفهمم. من و شما آقای نوشیروان حاتم، من نمیدونم کجا هستی، بذار عکستو بزنم اینجا ببینم پیدات میکنم، نوشیروان حاتم، یه تبلیغ مجانی هم برای دوستات بشه بیان با شما تماس بگیرم، پول که نمیدید که، همه تون شدین مفت خور. نوشیروان حاتم یک داریم، نوشیروان حاتم دو. اتفاقا من شما رو میشناسم عزیز دلم، چندین بار مگه من از خود شما دوستان، ببینید این آقای نوشیروان حاتم شماره دو میگه من اون موقعی نوشتم، چرا اون موقع اعتراض کرده؟ چون اون آقا از فرانسه داشت گند طرفداران پادشاهی رو بالا میبرد، به شما نشون میداد که اینا یه آدمای بی سوادی بودن، رفتن دانشگاه حتی نتونستن درسشون رو تموم کنن. حالا این آقای نوشیروان حاتم دو آمده اینجا. اولا این عکسی که شما زدید رو این، معمولا کسی که میمیره یه چیز مشکی میزنن اینجاش، احتمالا شما زنده هستید. ببینم من عکس شما رو یادمه که چندین بار از شما دعوت کردم. دوستان فقط برای اینکه منو بهتر بشناسید، اینه که یه دوست آقای فولادوند دیشب به من زنگ میزنه میگه آقا من به این آقای احمدی، نصر احمدی، گفتم آقا این سربی زبونش میخ داره، سیخ داره، آتش داره، ولی آدم خوبیه. دوستان نگاه کنید، آقای نوشیروان، مگه من از شما دعوت نکردم اگر وقت داشته باشید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید؟ خبر از شما، خدمت از ما. شما چی نوشتی؟ درود بر شما جناب سربی، شوربختانه من برنامه شما را ندیدم که ببینم انتقادهای شما چه بوده و مشکل کجاست. لطف کنید لینک برنامه را در یوتیوب برای من بفرستید، در اولین فرصت مهمان برنامه شما خواهم بود، با مهر بسیار حاتم. خب آقای حاتم، ما که مثل گاو پیشونی سفید، شما هر جا بنویسی سربی 3000 تا ویدیو میاد نگاه میکنه. بعد ضمناً من که نگفتم شما بیا از من انتقاد کن مرد حسابی، من گفتم شما مهمون من باش، مهمون من باش تا من از نظریاتت استفاده کنم، از این همه فهم شعور استفاده کنیم. آقای ببو یا خانم ببو، من هنوز نمیدونم، یادم میره، رضا شاه نباید به اربابان انگلیسی خود خیانت کرده و با هیتلر شروع به همکاری کند. جناب سربی، من در تورنتوی کانادا هستم کاکو جون. آقای نوشیروان حاتم، مهم نیست که شما تورنتو باشی تهران تو، یا کالیفرنیا تهران جلس باشی، یا تو شیراز باشی، این روزا یا با تلفن یا با اسکایپ، حالا اگه خواستید ما هم مثل این عقب افتاده ها اینو میزنیم گردنمون اینجوری ادا در میاریم. دیدم بعضی هاشون وقتی میخوان صحبت کنن، آقا این مال اون وقتا بود که میکروفونای ساخت نساخته بودن که بتونن صداتون رو مثلا فیلتر کنن، ما اینو میذاریم کلمون با شما مصاحبه میکنیم، بعد میام میگیم آقای نوشیروان حاتم، چه اسم قشنگی هم داری، هم نوشیروان هستی هم حاتم، امیدواریم بخشنده هم باشی، کمک کنی تلویزیون مردم باز باشه. میگیم آقا شما که این عکس آقای آریا مهر رو گذاشتی اینجا، کسی که رفت سوئیس، کسی که دیپلم نگرفت، کسی که به جایی که بره مدرسه نظام باباش پارتی بازی کرد فرستادش دانشکده افسری، کسی که با درجه ستوان دویی آمده بیرون یه دفعه شده بزرگ ارتشداران، مگر اگر شما امروز، مگه اون کشتی ایتالیایی نبود که
ول کرد رفت پدرش در آوردن الان تو زندانه. خب این آقا کاپیتان این کشتی بود، این آقا خلبان این چیز بود، فقط همین عکس گرفتن. و شما میدونستی دوستان شاه رو مسخره میکردن تو آمریکا، هر جا میرفته بهش میگفتن درخت کریسمس آمد، از بس به خودش زنگوله و منگوله بس کرده. خب این زنگوله ها منگوله ها تاج برگ روز برگ نمیدونم زیتون فلان اینا هر کدومش یه چیزی داره. آقا این همه برگ به خودت علف بس کردی، خدای نکرده علفی بودی. در صورت دوستان عزیز دعوت میکنم از آقای شیر نو شیروانه حاتم شماره 2 که اولا اون عکستون عوض کنید، اون خط مشکی که گذاشتید برای کسایی که مردن رو عکسشون اون خط میذارن، دوم من بیا اینجا بگو چه خبر. آقا فردا اینجا یه تظاهراتیه، بنده اولا نمیرم به دلیل سرما، سرما و یه بدیست، دوم من نمیرم به دلیل اینکه 99% باور دارم این مال مجاهدینه و 100% باور دارم اون حرف اردوان روزبه که میگه اینا میان عکس میگیرن تعداد جمعیت رو میگن آقا نگاه کن 3,000 نفر ما تونستیم بیا، پس شما بیا به ما 3,000,000 بده ما میخوام بریم ایران آزاد کن. حالا شما ببینید تو ایران چه خبر، چه چیزی از ایران شمایی که تو تورنتو هستی میخوای برای منو بیننده‌های دیگر بگی که نمیدونه. فامیل نداریم خودمون، بیکار تو خانوادمون نداریم، ولی دو تا چیز نداریم تا حالا الحمدلله. بارها ازتون پرسیدم کدومتون دختر داداشتون دختر خودتون کنار خیابون تهران کنار خیابون شیراز داره تنفروشی میکنه؟ هیچ کس نیست، ولی همه وقتی میریم میان میگن آقا 100% دخترها فاسدن 100% پسرها معتادن. خب اینا کیان؟ این آقایی که شیرازیه ولی چون مال دهات شیرازه خجالت میکشه بگه شیرازی هم، این فامیل نداره، خواهر برادر زن دختر پسر، کارمون خرابه کاک جون نوشیرو. خب ببینیم دیگه چیزی نوشتن. گرامی خود شما پیش از این که من را در فیسبوک پیدا کنید گفتید من کجا هستم، پاسخ را آنجا نوشتم، ولی شما پیام ها را دیر دریافت میکنید. کاملا درست میگی. حالا چرا من دیر دریافت میکنم؟ این روز آقای فرخ یه پیغامی گذاشته بود ضمن این که حقیقت بود خنده‌دار بود، گاهی صبحی شما اول حرف میزنی بعد دهنت تکون میخوره. گفتم خب همه همینجورن، اول حرف میزنن بعد دهنش تکون. منظورش تأخیر بود. ببین عزیز من اگر اینجا یک تایمری باشه که ساعت رو بهشون بگم، مثلا نگاه میکنم میگم ساعت 4:18 است که من اینو گفتم، حالا شما ممکنه 4:19 اینو بفهمید، این تأخیره. بعد 4:20 شما جواب میدی، من مشغول شاه و وزیر و گدا و فقیرم، ساعت 4:30 نگاه میکنم. اینه که میگیم آقا فیسبوکو ول کن، زنگ بزن بگو سوربی من مخالفتم، میخوام بیام 15 داغت کنم. ولی منو داغ کنی یه اشکالی داره، اون وقت ملت فکر میکنن بوی کبابه، میان اینجا وقتی میان اینجا میبینن شما داری خر داغ میکنی. شما مهمون من باش، دوشنبه و چهارشنبه فعلا اوپن، دوشنبه چهارشنبه ها اون دوستمون اومده ساعت 3 بعد از ظهر گفت خیلی ممنون که من رو هم وسط هفته گذاشتی هم وسط برنامه. گفتم از یک بانوی پرسیدن که اینقدر شما زیبایی من رویت رو ببوسم یا پایت رو ببوسم، گفت خیرالامور اوسطا، حالا بریم متر کنیم ببینیم اوسطا کجاست. در اصل منتظر آقای ناش چه بهتر. این دوستمون میگه نوشیروان حاتم تا مغز استخوان شاه اللهی است، از ایشان انتظار زیادی نداشته باشید. باور کنید من بارها گفتم، من به اونایی که یکی از آقای جعفر نیک جعفر زادن چیه، من به اینا احترام میذارم چون اینا اقلا وقتی وای، ولی به اون کسی که زنگ میزنه آقای شوربی من طرفدار پادشاهی نیستم ها، ولی آقا شما چیکار داری به شاه؟ میگم اگه تو من طرفدار پادشاهی نیستی وکیلش هستی؟ میگه نه. میگم خب برو مردک چی کار داری دیگه. اون روز گفتم بهتون تو برنامه، حالا این آقای نوشیروان حاتم شانس آورد امروز من قرصای فشارخون رو خوردم، یه نفر اومد گفت آش صبحی چرا از ایران نمیگی؟ حالا من اول برنامه برید نگاه کنید چهارشنبه میگم من دو تا امروز خبر دارم، یکیش این یکیش از این، یکیش خوشحالم یکیش ناراحتم راجع به اینا. بعد بهش گفتم آقا ببخشید من اون پولی رو که دادی با اون ویدیویی که فرستادی برات با پست میفرستم و ازت عذر میخوام. نوشته بود آقا من که پول ندادم، من که ویدیو نفرستادم. منم گفتم خب مردا که پدر سگ، من دارم مسخرت میکنم، تازه این روزا اونی که پول داده. آقا ما دیروز میخواستیم دو تا صندلی بیاریم اینجا، زنگ زدیم یه دوستی تازه دوست اونم هست
پاکستانی و خانمش آمریکایی و اینها قرار گذاشته که دو تا صندلی برای ما بیاره اینجا، 185 دلار هم بگیره. پدر سوخته تو 3-4 ساعت معطلم کرده، آخرام نیومد. آخر خودمون رفتیم یه یوهال کرایه کردیم، برداشتیم آوردیم. طرف که پول میده نمیان، طلبکار نیست، بازم که زنگ میزنه الو چطور شد آقا من منتظرم. تو مردا که پدر سوخته که نشستی داری مجانی برنامه نگاه میکنی، میخوای دقیقاً همون چیزی رو که تو میخوای من بگم؟ پولشو بده خودت هم بی حرف باش. در اصولت اینایی که گفتم مثال، میگه در مثال مناقشه نیست. آقای نوشیروان حاتم، حالا یه چیزی هم باورت شد آقای حاتم که این بالا یه چیزی هست داره کار میکنه، مغز خر نیست؟ تا شما اینو نوشتی من اسم تو دیدم یادم افتاد که من از شما دعوت کردم بیای تو تلویزیون و شما گفتی من میرم میبینم بعدن میام و شما بودی که دیگه خبر ندادی. نتیجه کارمون خیلی خرابه. دوستانی که طرفدار پادشاهی هستن، این حق مسلم شماست که طرفدار هر کسی میخواین باشین و من باید احمق باشم که با وجودی که شاه و رضا شاه هر دوشون به اون وظیفه‌ای که داشتن عمل نکردن و میشه گو خیانت کردن به مردم ایران، ولی باید احمق باشم به شما که طرفدار اونها هستید بگم شما دستتون به خون مردم آغشته است. شما کاری نیستی. طرف اومده اینجوری هنرپیشه بازی در میبرده، گفت به به ببینید چه شق شق راه میره. بابا سرطان خون داشته، به زنش و فامیلش نگفته، حالا میگن ایدز داشته. اگه آدم درستی بود تا مریض شد به مردم میگو من مریضم، آقای دکتر صدیقی، آقای نمیدونم کوفت زهرمار، این همسرش نمیدونم خانم فرح دیبا هرزه، این رو میذاشت نایب السلطنه. آدم خوبی نبود، آدم ترسویی بود، آدم بی سوادی بود. شما ببینید این آقای ترامپ هی افتخار میکنه که من رفتم دانشگاه یل، مثل همین دوست فرانسوی بود وی، هی میگه وی، میگم فارسی صحبت میکنی میگه وی، میترسه اصلا صدا رو که میشنوی میترسه. آقا چه وحشتی داری. در هر صورت ترامپ داره عین شاه عمل میکنه. اولا ادا و اطفار در میاره، هی میگه من هوشم زیاده، بعد دیدید هی میگه فلانی، میگه من فلانی نمیشناسم. دو هفته پیش آقا تو گفتی این آدم خوبیه، امروز که میاد میگه آقا این اینجوریه این فلان، میگه من نمیشناسمش. خب اگه اینو میگی پس مغزت اشکال داره. بعد میگه من دانشگاه رفتم. دانشگاهی که رفته باباش چون پولدار بوده اینجا رسمه، پول که بدی اونا ازن دعوتنامه برات میفرستن بچت بیاد اونجا، چون میدونن حالا بچه‌ش هم که بیاد هر سال هی این باز بیشتر از معمول شهری پول میده. در اصل دوستان عزیز من از یکایک شما ممنونم و هیچ مهم نیست که شماها طرفدار پادشاهی باشید، طرفدار چپ راست بالا پایین باشید. من خودم طرفدار هیچ چی نیستم، چون بلد نیستم اصلا سیاسی، در سیاسی اینا نخونه. دوستان عزیز ساعت 4:24 دقیقه 124 منهای 7 117 دقیقه براتون صحبت کردم. شما هم میتونید اینجا صحبت کنید. ممنونم از آقای کردار، ممنونم از دوستمون آقای کوپای که اینها با من تماس گرفتن، گفتن آقا سال نوه و با آقای احمدی تماس بگیر. گفتم آقا من مشکلی ندارم و آقای احمدی اتفاقا حق داره، من اشتباه کردم. با وجودی که اون پیام رو آقای مصطفی زاده دوست خوبمون نوشته بود، من باید اون پیام رو وقتی که آقای احمدی برنامه داشت تو برنامه آقای احمدی پخش میکردم، نه خودم اینجا بخونم. این تنها رفتن قاضی، بله راضی برمیگردیم، ولی خب دوستانمون ناراضی میشن، میگن آقا تو که اینقدر ادعا میکنی که آدم منصفی هستی، به قول آمریکایی ها هم فر هستی هم فرم هستی، هم منصفی هم قاطع، نه انصاف رعایت کردی نه قاطع بودن رو. بازم ممنونم. حالا شما از تورنتو 8 ساعت میتونی رانندگی کنی بیای اینجا. در صورت ممنونم. این همزمان نبودن پیام ها و اینا اشکال بزرگی و اگه شما برنامه منو نگاه میکنی دیدی که من بارها به دوستان میگم آقا من اصلا نمیفهمم راجع به چی شما میگی، اسم بنویس، بنویس درباره چی میگی. بله این آقای احمد علی آفرینی میگه درود بر تو که از همان نوجوانی رگگو بودی. احمد آفرینی، احمد آفرینی یادش بخیر، من اگه یه بار دیگه دنیا بیام هر چی هم اینجا هی به من بگن آقا صدات مثل داووده، این خرم کردن اینا، گفتن صدای تو داوودیه. همون موقعی که با شما بودیم میرفتیم تپه تلویزیون، نمیدونم حاجی گفت من حاجی نیستم از دستت، نمیدونم چی میگفت راضی نیستم، میخوندیم ار میکردیم سقف ماشین بیروز رو داغون میکردیم، خوشحالتر بودیم.
و اگر عاقل بودم، اگه یه وقتم یه کاری میخواستم بکنم، مثل این مردم ریپورت داد نت میبینید که نه باباش معلومه، نه خودش معلومه، نه میگه من جوونم دروغ میگه. ما برای این چه کارا کردیم؟ یادم با یه حسابداری اینجا آقای منوچهر وثوقی تماس گرفتیم، گفتیم آقا این جوون میگه من میخوام حسابداری بخونم فلان اینا. طرف تماس گرفت بگو آقا این دیوونه است، من میخوام بهش کمک کنم. میگه شما نمیتونی به من زنگ بزنی. آقای کاردان میخواست براش کار درست کنه و فلان اینا، گفت آقای سوری این چیه، چجوری تو با این سر کردی؟ اونم دروغ بود. اگر دفعه دیگه بخوام با ایرانی ها کار کنم، میرم از پشت پرده و دروغشون میگم. دوستم دیروز یکی نوشته بود این سوربین نفوذیه. چقدر باید احمق باشی؟ اگه من نفوذیم باید تو شما نفوذ کرده باشم خره، نه روبرود وایساده باشم. کسی که روبرود وایساده که نفوذی نیست. نفوذی اونیه که یه چیزی رفته توت. ببین کیا رفتن توت؟ آقای علی ترابی، آقای علی ترابی و کامران قاطری. اگه نفوذی باشه، شماها که مثل تپال دور هم جمع شدید، شماها نفوذی هم دیگه هستید. من اگر قرار بود نفوذی سلطنت طلب باشم، می اومدم با رضا پهلوی کار میکردم، همه دار و ندارش رو به دیگران میگفتم. نمیومدم اینجوری سال 87 یقشو بگیرم بگم مرد ناحسابی، قسم خوردی یا شاهی یا نیستی، اگه هستی بیا جلو، اگه نیستی برو گم شو. بازم از شما ممنونم. ما رو بردی شیراز، چه روزایی داشتیم. خبر از خسرو و قاسمزاده، علی قاسمزاده. با هاشم یکی دو بار بعد از چیا تماس گرفتم. دوستشم اینجا از تگزاس با من تماس گرفت، ولی روزگار غریبی بود نازنین. در صورت دوستان عزیز، برنامه من همینه که میبینید. ازتون خواهش میکنم به من نگید فلان برنامه رو درست کن، اون وقت مجبورم. میدونید یه نفر داشت نی میزد، بعد از بس زور زد از پشتش یه گازی در رفت، برگشت به پشتش گفت گر تو بهتر میزنی بستان بزن. اگه اینجوری بگید اون وقت من به شما میگم خب شما بیا برنامه اجرا کن، ولی الان مؤدبانه بهتون میگم من نظرات خودم رو میگم، شما نظرات خودت رو بگو. این آفرینی هم خیلی حرافه، اون موقع هم همش کلش بوی قرمه سبزی میداد. ما تو شیراز نمیگیم قرمه سبزی، میگیم خورش سبزی. در صورت امیدوارم یا اینجا ببینمت یا اونجا. اون شعر مال فتانه بود، چه اینجا چه اونجا. این آقای جبار، دوست عزیز، وقتی شما زنگ میزنی به یه جایی، فکر کن من داداشتم، میگی داداش زنگ زدم میخواستم درباره این ماشینی که گفتی تعمیرش کن بهت بگم که آقا این ماشین رو بنداز دور و من یه ماشینی بهت میخرم، ولی اینقدر این ماشین قرازه. حرف بزنید، چه مرگی ما داریم که به پیامگیر که میرسیم به تته پته میفتیم. 30 بار زنگ میزنیم، بعد تازه وقتی جرأت کردیم پیام بذاریم تازه میگیم آی سوری من 1000 بار زنگ زدم، ببخشید غلط کردی 1000 بار زنگ زدی، همون دفعه اول جون بکن پیغام بذار. آها حالا ببین هر وقت وقت کردی زنگ بزن. شماره تلفن ما که افتاده، آره شماره تلفن تام مثل خودت علیله. شماره تلفن افتاده یعنی چی؟ شماره تلفن من اینه. به جای اینکه بگی شماره تلفن من افتاده، بگو 571 فلان نمیدونم تو. حالا این احمد آفرینی میگه آقا تو عجب مریضی هستی، ما نمیشناختیمه. نه آقا من مریض نبودم، با شما ها گشتم مریض و دیوانه شدم. خب خیلی ممنون دوستان عزیز، شاه اللهیای عزیز، حزب اللهیای عزیز، بیاین بله بیاین اینجا صحبت کنید. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم، پتیک گفته و با حمایت مردم. پیام جابر رو پخش کردم. یک جابری هم قبلا با ما بود، نمیدونم شما آخه وقتی هم میگید اسم فامیل اینا نمیگید. یه دوستی هم برای من نوشته که از تکس فرستاده، ولی وقتی من براش فرستادم کد کشوری 47 نوشته could not send your message to 47 whatever because it's not a valid SMS destination. گاهی وقتا سیستما از اون ور میذاره بیاد، از این ور نمیذاره بره. خب یه طرف است. و اما با سلام خدمت شما آقای سوربی و مهمان گرامی و دلیل شما خانم بتول سلطانی. این یه دوستی بود که میگه من اسممو نمیخوام بگم، بعد دیدم اومده اونجا میگه من اسمم اینه، به کسی نگید. میگم آقا تو که ترانسکریپت از نات اویلیبل. بذارید ببینیم این پیام مال کیه. این گوگل وایس هر یه پیامی که میخوای باز کنی یه صفحه وبسایت باز میکنه. خب تو همون وبسایت اگزیستینگ موجود باز کن دیگه. پ-
58 دقیقه. سلام آقای سردی عزیز، مهداد هستم از نروژ. عزیز من، شما یه بار میگی من نمیخوام حرف بزنم، یه بار میخوای نمیگه اسمم بزنم. دوست عزیز من، این چیزی رو که آقای میلاد فرستاده بود $30 گذاشتم توی پیپل امروز که ازش تشکر کنم. خیلی ممنون که هم شما اومدی گفتی و هم برای خودشم فکر کنم ایمیل فرستاده. به این فیلم عنوان دادند کویت قبل از فتح‌های اسلامی. حالا شما هر نظری دارید آزادید بفرمایید. ببینیم این فیلم چیه؟ قبل از کویت فتح اسلامی. بله بله، این رقص عربی و اینام که ما ایرانی ها اینقدر ادعا میکنیم که آقا ما آنیم که نمیدونم اعراب فلان و بیسار اینها، ولی بعد تو پارکینگ که میخوایم خداحافظی کنیم این آهنگای عربی همه بلند موزیکا داره میرقصه و فلان. اینم کویت قبل از اسلام. من نمیدونم مگه کویت هم اسلامی شده؟ خب در صورت صدای این نوارا معمولا بالاست، میبخشید اگه آزاردهنده است، ولی اگه یادتون باشه اون وقتا لبنان، بیروت، اینا خود این عربا میرفتن اونجا خوش میگذروندن. و جالبه اونا بچه های پیغمبرن، اینجوری چی میکنن؟ یادمه یه سالی شاید احمد آفرینی هم یادش باشه، اون موقع من دانشجو بودم، یکی اومده بود که این آقای مو پورباقری، دوستان اجازه بدین من اینجا بلاکش کنم و بگم برو همون که واقعا گفتم go fuck yourself، به آلمانی هم بهت گفتم. و احمق دیگه، کسی وقتی به یکیسی هارد چیز میده، اولتیماتوم میده، میگه من تا یه هفته دیگه شکایتت میکنم، برو شکایت کن. و اینو آره، یکی از این دوستان ما که 7 تا دختر داشت از قطر، از قطر دوحه آمده بود شیراز، و میدونی مخصوصا این احمد آفرینی میدونه خونه بهروز اینا تو 30 متری سینما سعدی بود، ما همیشه اونجا ولو بودیم. و یه خاربار آسیا بود، این تا دیر وقت باز بود، شبا میرفتیم نوشابه چیزی میخریدیم اینا. یه دفعه به من گفت که تو آدم خوبی هستی، من معرفیت کردم این تابستون برای اینا رانندگی کنی. گفتم که چیه؟ گفت یه ماشینیه اینا از قطر اومدن. گفتم ماشین چیه؟ سال 1978 ماشین شولت 1978 برند نیو و کادیلاک 1902 تو ماشین داشت. گفتم خب اینا چیه؟ گفت این آقا 7 تا دختر داره، 2 تا پسر داره و میگه یکی میخوام که چشم پاک باشه. گفتیم خب بفرما. ما هم رفتیم گفتیم خب اولا اینا که ماشاءالله همیشه پوشیده هستن، دیگه چشمت چه پاک باشه چه ناپاک به جای نمیخوره. ولی اینا دوست داشتن برن اکبرآباد و بیان و اینها. و جالب اینه که بعدن اینا به من گفتن که اگه میخوای بیا قطر الدوحه، حتی پاساژ الناصریه، چون اسم پسرش ناصر بود، بیا پاساژ ناصریه، اونجا ما نمایندگی لیلاند و داف و اینا داریم از انگلستان میاریم، تو من بیا اونجا کار کن اینا. به بابام که گفتم، گفت که نه آقا این پدر سوخته عربا نمیشه بهشون چیز کنیم. آقای سربی، خط شما معلوم است، آیا شما طرفدار چه حکومتی هستی؟ شما خود ببین این سوالت، خودت میگی خط شما معلوم است، شما طرفدار چه حکومتی هستی؟ اینو پاک کن بنویس شما طرفدار چه حکومتی هستی تا بهت جواب بدم. ولی اگه خط منو میدونی، یعنی من اینقدر قشنگ برنامه اجرا کردم شما خط منو میدونی، دیگه این سوال بی خوده، وقت تلف کردن. اینو پاکش کن آقای احمد ایرانی، که احتمالاً شما هم عکس شاه گذاشتی و نه شاه خودش، بنده خدا، نه این عکس خودشه، ولی عکس رضا پهلوی رو مثل گوشوار به خودش آویزون کرد. دوستان بذاریم ما یه برنامه بذاریم، هر کی چیز میکنه براش تبلیغ کنیم اینجا مجانی. چطور شو که ایتو شو در صورت نمیدونم، برنامه دیگه خستم شده. میخواستم اینو بگم، یه روزی یا ماه رمضان بود یا ماه محرم بود، این آقا اسمش بود نصرالله یه چیزی، زین العابدین، بعد گفت اینا همشون رادیوهای خوب داشتن، موج کوتاه عربستان میگرفتن گوش میدادن اینها. بعد یه دفعه من وقتی رفتم گفت که من نمیفهمم، این همسایه اومده داره فارسی حرف میزنه و من فارسی میفهمم، ولی از بس این تند حرف میزنه من نمیفهمم چی میگه. ببینید چی میگه. رفتیم به آقا گفتیم آقا شما چی میگی؟ گفت آقا ماه مثلا رمضونه یا محرمه، اینا چرا موزیک پخش میکنن؟ گفتیم چیه؟ گفت که امروز روز قتل زین العابدین بیماره.
گفتی خب اگه بیمار بوده مرده که خدا بیامرزدش، بعدم مگه نمیگید مرگ دست خداست، خدا خواسته بمیره. بعد این حاج آقای عربه گفت که این چی میگه؟ گفتم این میگه امروز روزه. گفت خب بهش بگو احمق زین العابدین جد من بوده، تو چرا ناراحتی؟ اینم اول آفرینی منو برد سوپرمارکت آسیا، حاجی توکلی، حاجی نیلوفر بهش میگفتیم. و بعدم میومدیم اون دم سیمتری و اینا، اون پشت اون خونه دوستتون اسقر بود نه؟ یادته؟ ماشاءالله دماغ اینجوری هم داشت، دماغ بلبلی. دوستان عزیز، برنامه ما همینه که هست. خیلی خوشحالم که این آقای احمد ایرانی خط ما رو فهمیده. حالا یا دوست داره دنبال خط ما میاد یا نمیاد، ولی من جای شما باشم دنبال سوربی نمیرم. آدمی که به این گیجیه، شما چقدر خول باشی که دنبال من بیاد. روز روزگارتون خوش، برنامه رو پی میگیریم. امروز جمعه است، ولی آقای ارشاد به دلیل اینکه اینترنت های ایران رو آخوندا بستن و آوردن پایین و اینها، برنامه نتونست بفرسه. و اینم به خودش باید بگیم ببین جمهوری اسلامی وقتی که فیلتر میکنه، خودش شما هم مورد اذیت و آزار قرار میگیرید. و این بود که گفتم چهار یک کاری داشتم یادم رفته، هیچ کاری نداشتم. آقای شهرام ایران بومی، مجله سایت آلمان، فکر کنم یعنی تایم خودمون اینجا، مقاله‌ای برای ایشون نوشته. سعی میکنم هفته آینده با ایشون برنامه داشته باشیم. دکتر رضا سلامی رو براتون گفتم، پیام آقای خسرو بهرامی رو شنیدم، آقای بهرامی، و من سعی میکنم اون آقای دکتر بهرام بهرامیان رو پیدا کنم. و باز سوال آقای دکتر نصر احمدی همینه، امشب جمهوری اسلامی رفت، شما که طرفدار رضا پهلوی هستید برنامه فرداتون چیه؟ شما که طرفدار مجاهدین هستید ولی خجالت میکشید، میگید ما ملی مقاومت هستیم و میگید ما ایرانیان امریکن کامیونیتی هستیم، جامعه ایرانیان آمریکا، برنامهتون چیه؟ شما که شریک فدایی هستید، چریک چریک میکنید، برنامهتون چیه؟ سوربی تو که هیچ برنامه‌ای نداری، برنامهت چیه؟ چقدر راحته. آقا من برنامه ندارم. فردا کجا میخواین برین؟ بیا با هم بریم. روز روزگارتون خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. بارها گفتم اگه سوربی میتونه برنامه داشته باشه و حرف بزنه، شما هم میتونید برنامه داشته باشید، حرف بزنید تا موقعی که خودتون باشید. همچنین که آمدید گفتید که به فرتوتتان به درودتان به اینجاتون اونجانمان، این دیگه معلوم میشه قلابی میشه. روز روزگار بر یکایک شما عزیزان خوش، به امید روزهای بهتر و آیندهی روشن‌تر.